آیا قرآن حاصل رؤیاهای پیامبر اسلام است؟ می توان گفت پیامبر نه مخاطب بلکه ناظر و راوی اون چیزی است که پیروانش وحی می خوانند؟ سلام به بینندگان پرگار در برنامه ای از لس آنجلس. وقتی عبدالکریم سروش فیلسوف نواندیش گفت قرآن حاصل رؤیاهای پیامبر است، نه تنها سنتگرایان بلکه شماری از همراهان خود را هم آشفته کرد. اونها قدم گذاشتن در این راه را خطرناک می شمردند، چرا که حاصل رؤیا پنداشتن قرآن در نظر آنان راه را برای کذب دانستن آن نیز باز می گذاشت. در جواب آنان عبدالکریم سروش گفت اگر وحی نبی را حجت می دانید رؤیای او را هم حجت بدانید. یکی از کسانی که بر نظریه آقای سروش نقد نوشته عبدالعلی بازرگان است، عالم قرآنی که این نظری را با نص قرآن ناسازگار می داند. در برنامه این هفته امکان گفتگوی بین این دو مهمان فراهم شد، آقای عبدالکریم سروش و آقای عبدالعلی بازرگان. خیلی خوش آمدید. متشکرم. آقای سروش، ابتدا اجازه بدیم شما مفصل نظریتون رو برای بیننده‌های ما تشریح کنید. به نام خداوند. تا کنون من 5 پاره از این نظریه را نوشتم و انشاءالله پاره ششمی هم نوشته خواهد شد که بحث رو تکمیل خواهد کرد. نکته عمده‌ای که من در این نظریه آوردم که به تعبیر شما دوستان و حتی نزدیکان من رو آشفته کرد همین است که بر وحی نبوی نام رؤیا نهادم. انگیزه اصلی من، یعنی علت و دلیل اینکه من به قصه رؤیا رو آوردم، خود حادثه دریافت وحی بود، نه مضمون و درون مایه او، بلکه چگونگی دریافت وحی توسط پیامبر. چنان که همه مورخان نوشتند پیامبر در حینی که گفته میشد وحی رو دریافت میکند دچار یک احوال نامتعارفی میشد، چیزی شبیه خواب بلکه سنگین تر از خواب. نوشتند که وقتی که ایشان دچار حادثه وحی میشد چنان احوال سنگینی بر او عارض می شد که از اطراف خود کاملا بی خبر می شد و وقتی هم که بر می خواست عرق کرده بود و مدتی باید می گذشت تا اینکه به حال عادی بیاد. من این نقطه آغازین کار من است، یعنی حرف من این است که سخنان پیامبر متعلق به یک عالم دیگری است غیر از این عالم بیداری و متعارفی که ما میشناسیم. منظورم متعلق، قرضم تعلق متافیزیکی نیست، یعنی در احوال ویژه‌ای در ضمیر او روئیده است و اون رو با ما در میان نهاده که من اون رو رؤیا خواندم. از این طریق به نظر من کوشیدم که بسیاری از پدیده‌های قرآنی رو و یا معضلات و معماهای تفسیری رو به گمان خودم حل روشنی بدهم، توضیح و تبیین ساده‌ای از اونها به دست بدم. شما می‌دانید از دیرباز میان مفسران قرآن مسئله مطرح بوده که آیا قرآن تماماً به زبان اخبار و به زبان لیترال است به اصطلاح، یا اینکه مجاز و متافور و استعاره و کنایه هم در او راه داره. طایفه ای از مفسران بودند که اونها رو ظاهریون میخوانند، اینا معتقد بودند که نه، خداوند به دلیل قدرتی که بر کلام دارد حاجت به استفاده از مجاز ندارد، حرف خودش رو خیلی صاف و سرراست میتواند بیان کند. اما البته افراد دیگری بودند که غلبه با اینها بود، که معتقد بودند که قرآن پر از اطوار سیمبولیک است، رمزآلود است و کنایه و مجاز در او فراوان است و در این باب کتاب ها نوشته. این یک نکته که به گمان من در تئوری رؤیا به خوبی پاسخ داده می شود. یعنی حاجت نیست که ما به دنبال تکلفات متکلفان و مفسران بگردیم، کافی است که ما بپنداریم که زبان قرآن زبان رؤیا و زبان خواب است و لذا نیاز به خوابگذاری دارد. این نیاز به خوابگذاری داشتن در واقع به معنای همون تأویل مجاز است که پیشینیان می گفتند و برای او، یعنی برای حل معضلات قرآنی، مفری و برونشوی می جستن. همچنین یکی از نکات خیلی مهم
برای من این بود که در قرآن در خیلی از جاها شما میبینید که گویی پیامبر در میان نیست به منزله یک گیرنده، یعنی خیلی اگر راحت و بدون تکلف و بدون پیشفرض نگاه کنید میبینید که گویی خود ایشون هم شنونده است یا ناظر است. بسیاری از مشاهد مربوط به قیامت چنان است که گویی ایشان ایستاده و اینها رو داره نگاه میکنه و گزارش میدهد که در این روز میآیند، نامه های اعمال رو میآورند، پیامبران همه به صف کشیده میشوند، مجرمین گریان و نالان از راه میرسند، جهنم افروخته میشود. همه اینها به صیغه سوم شخص و به صورتی که یک کسی خودش ناظر این حادثه است و به زبان خودش داره اون رو بیان میکنه و اون هم به زبان رؤیایی، به زبانی که کاملا معلوم است که رمزی و کنایی است و باید از او پرده برداشته شود. خب ما مفسران بزرگی داشتیم یا فیلسوفانی مثل ملا صدرا که اینا تفسیر نوشتن و کوشیدن با همون شیوه های بلاغی و لفظی گره از کار قرآن بگشایند. و ولی بنده معتقدم که از طریق خوابگذاری شما بهتر می توانید عمل کنید. مواردی در قرآن داریم که پیامبر سخنگوست. شما همین سوره حمد که همه ما در روز اون رو 10 بار در نمازهامون می خونیم ببینید از ابتدا تا انتهاش اصلا علامتی وجود نداره که اینا رو خدا گفته، ولی موارد زیادی هست که پیامبر مورد خطاب واقع میشه. بله اون رو هم عرض میکنم. حالا ببینید ما همینجا بر سر یه دوراهی قرار داریم که کدام رو بر کدام ترجیح بدهیم. ما نمونه های در قرآن داریم که کاملا معلوم کلام پیامبر است، یعنی یه کسی داره دعا میکنه. همه دعاهایی که تو قرآن هست اینطوریه، خدا دعا نمیکنه. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنو به ربکم، خدایا ما شنیدیم که کسی آمد و ندا داد که ایمان بیاورید، ما هم ندای او رو شنیدیم و ایمان میآوریم. یا در همین سوره حمد که در نماز خونده میشه ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو رو میپرستیم از تو یاری میجویی، ما رو هدایت کن. اینا رو یک کسی داره به خدا میگه، اینا همش هست. لذا اینا همه تحت اون نظریه من به خوبی جا میگیره. اما یه جاهایی بله همطور که شما گفتید صریحا پیامبر مورد خطاب قرار میگیره. اتفاقا مرحوم آیت الله منتظری که یک رساله‌ای در واقع در پاسخ به سخنان بنده نوشت به این نکته که شما گفتید اشاره واضحی کرده بود، حتی شماره کرده بود. شما گفت نزدیک 300 و چند بار در قرآن آمده قل یعنی بگو، و این پیداست که به پیامبر خطاب میشود. من البته مستقیما پاسخ ایشون رو ننوشتم، اما در پاسخ کسان دیگری که همین نکته رو مطرح کرده بودن آوردم که به هیچ وجه قول معنای این نداره که کسی به کسی داره خطاب میکنه، مگر اینکه شما پیش فرض گرفته باشید. من اونجا مثال زدم، گفتم شما به اشعار حافظ سعدی مراجعه کنید، سعدی یا مرد نکونام نمیرد هرگز، حافظا گرچه سخندان و مصالح گوی. یه شخصی میتونه به خودش خطاب بکنه. حتی در یه جایی اینا اصلا از فنون سخن گفتنه، هیچ کسی به کسی خطاب نمیکنه. قول به معنای تأکیده، اینو بگو، یعنی این سخن مهمی است، باید گفته شود. در ادامه برنامه فرصت خواهید داشت تفصیل بیشتری به جواب دیگه این نظریه بدید. آقای بازرگان نقد شما چیه به این نظریه؟ اجازه بدید از اون رؤوس کلی شروع کنیم، چون من مقاله شما رو خوندم و دیدم جزئیات زیادی در مورد خود آیه‌های قرآنی درش هست، ولی شما یه کلی نقدتون رو بدید و بعد در ادامه برنامه فرصت خواهید داشت به شاخ و برگ بپردازید. به نام خداوند جان و خرد و با سلام خدمت بینندگان عزیز ارجمند، من فکر می‌کنم که ابتدا لازمه که در واقع زمینه و بستر وحی و موقعیت خودمون رو که در چه موضعی هستیم و درباره چه موضوعی صحبت میکنیم اولی مقداری وارد به اصطلاح این جایگاه بشیم تا بعد ببینیم که ما در چه زاویه‌ای با چه به اصطلاح دیدگاهی میخوایم وارد این بحث بشیم. به هر حال یه وقت هست که درباره سیاست و اقتصاد و آب و هوا و مسائل زندگی روزمره صحبت بکنیم، خب تکلیف روشنه. ولی یه وقت هست درباره
سخن گفتن و الهام یا الغای مطلب از ناحیه آفریدگار 400 بیلیون کهکشان که در هر کدومش میلیون ها خورشید وجود داره. تازه این میگن یه گوشه ای از جهان هستی است، اگر جهان های متعدد هم باشه که دیگه واویلا. یعنی درباره یه پدیده ای داریم سخن میگیم، میخوایم وارد این مقوله بشیم که ابعادش بسیار گسترده است. طبیعتاً در واقع یه تیری است که در تاریکی داریم میندازیم، یک استنباط بشری است که داریم میکنیم. اتفاقاً در قرآن هم این آمده که میگه پیامبر از تو سوال میکنن، یا سالونه که ان روح، روح منظور همون وحی است که بر پیامبر شده، میگه انا اوحینا الیک روحا من امرنا. یعنی مسئله وحی رو، این فنومن رو روح نامیده، میگه قول روح من امر ربی، یک مقوله امریه، فرمانیه. و ما اوتیتم من العلم لا قلیلا، جز یه مختصری شما علم ندارید. یعنی در این مقوله خیلی سخن قاطع نمیشه گفت. در جاهای دیگه قرآن هم به خصوص در سوره شورا میگه ممکن نیست بشری مخاطب سخن پروردگار قرار بگیره مگر در سه حالت. یا وحیه، وحی یعنی در واقع انتقال مطلب به گونه غیر متعارف. میگه خداوند بر زنبور عسل وحی کرده که چگونه در واقع عسل رو بسازه. خب این وحی سخن معمولی که نیست. یا میگه او من برای حجابن، یا در واقع از طریق یه واسطه ای، همطور که ما امواج رادیو و تلویزیونی رو میفرسیم به صورت موجه، ولی گیرنده به صورت تصویر ظاهر میکنه. یا بسیاری از سیستم های تکنولوژی که زمان ما تبدیل در واقع با یه فیلتری است در واقع. یعنی این حالت دوم ارتباط بنده خدا با به هر حال اون منبع ابدیه. حالت سوم میگه او یرسل رسولن، در واقع یک موجود زنده ای، یک به تعبیر قرآن تو واژگان قرآن یعنی فرشته ای در واقع عامل این انتقال مطلب میشه، او رو در واقع تقویت یا تایید میکنه. اونطور که درباره حضرت عیسی ابن مریم میگه ایدناه به روح القدس، او تایید شده، تقویت شده با یک نیرو و یه انرژی بسیار پاکی، حالا میتونه یه حقایق رو ببینه. در قرآن هم از انبیاء گذشته وقتی سخن میگه، اونها بسیارشون از طریق رؤیا میدیدن این حقایق رو. هم ابراهیم میگه در واقع کذالک نوری ابراهیم ملکوت سماوات و الارض، او حقایق رو دید، اون سرنخهای جهان هستی رو. یا در رؤیا دیده که در واقع فرزندش رو در راه حق قربانی میکنه، یه حالت رؤیاست. ولی این رؤیایی که در اینجا در قرآن اومده به تعبیر شما متفاوت است با رؤیایی که آقای سروش راجبش صحبت میکنه، نه؟ من میخوام بگم که استفاده از تعبیر رؤیا یه مقداری هم طبیعیه در قرآن. یعنی انبیاء بنی اسرائیل هم عمدتاً از طریق رؤیا بوده، حالا یا رؤیای در شب، همینطور که یوسف بارها رؤیاهایی رو میدید و برای پدرش بیان میکنه، که رؤیا هم طبیعتاً یه نمادهایی درش هست که تو اون داستان توضیح میده. یا فرض کنید که خود ابراهیم هم در واقع منظوری نبوده که فرزندش رو قربانی بکنه، یک نوع ایثار اون چیزیست که بیش از همه بهش تعلق داره. بله، منظورم این است که اگر در قرآن لفظ رؤیا اومده، به نظر شما از این نمیشه نتیجه گرفت که قرآن میتونه حاصل رؤیا باشه، نه؟ قرآن اون چی که در واقع مطرح میکنه به عنوان رسول پیامبر رو مطرح میکنه، نه به عنوان راوی. راوی معمولاً حالا یک کسی فرض کنید رفته یک شهری رو دیده، مناظری رو دیده، داره تعریف میکنه که اون چی دیدم چگونه بوده. تمام جهانگردان به عنوانی که من این چنین دیدم، آدم وقتی میخونه کتابشون رو میبینه یه نفر داره نقل میکنه. ولی در قرآن مطلقاً ما هیچ جا نمیبینیم که پیامبر بگه من این رو دیدم. حتی من یه آیه در سراسر قرآن 6000 خورده هست، من ندیدم که گوینده خود پیامبر باشه. گوینده عمدتاً خداست، یعنی خدای نام است قرآن،
هم با پیامبر داره سخن میگه، هم یا ایها الناس توده مردمن، هم یا ایها المؤمنون، هم یا اهل الكتاب یعنی مسیحی ها و یهودی ها، انسان ها با خدا، همینطور که آقای دکتر اشاره کردن، دعاهایی میکنن، نظریات اوناست، سخنانی از آینده منتقل میکنه، اهل بهشت، دوزخیان، سخنان فرشتگان با خدا، خدا به فرشتگان، یعنی مثل یه نمایشنامه است که همه هستی درش مشارکت دارن. ولی عجیبه که در این مجموعه دایلوگ که برقراره، یه جاش نیستش که آدم ببینه پیامبر داره حرف میزنه. پیامبر هم مثل بقیه مخاطبه. قرآن اونو یه رسول میدونه. رسول در زبان عربی در واقع به نام رسان را هم رسول میگن، یعنی او داره یه پیامی رو به مردم میرسونه، میگه ابلاغ بکن، یعنی مبلغه، یعنی این نیست که یک حالاتی به او دست داده، مثل بسیاری از شعرا، مثل بسیاری از عالمان که دچار یه حالاتی شدن حالا دارن نقل میکنن. خود پیامبرم مخاطبه، خود او در مراحلی او داره ساخته میشه، او داره شکل میگیره تا بعد بتونه که حامل این پیام بشه. بارها به خود پیامبر میگه تو نمیدونی، این جمله ما ادراکه، تو اصلا چه میدونی ما ادراکه، مثلا ما لیلت القدر، لیلت القدر چیه، ما ادراکه ما یوم الدین. یعنی با پیامبرم به عنوان یک کسی که به بسیاری از این رموز معارف آگاه نیست، او داره ساخته میشه خودش. بنابراین به پیامبر به چشم کسی که باید برای مردم اینا رو بگه، دائما هم میگه ما بر تو کتاب رو نازل کردیم به حق، یعنی این حقیقت اوهام نیست، تصورات تو نیست، برای اینکه مردم رو بری انذار بدی. بله. این برای مردمه، یعنی هدف از این پدیده‌ای که حالا ما داریم به نام وحی میخوانیم، هدف خود پیامبر تنها نیست، او البته برای اینکه بتونه این رو بگیره مورد نظر هست، ولی همه اینها برای انتقال برای مردمه، برای ابلاغ مردمه. میگه پیامبر بشیر بود، نذیر بود، بشارت دهنده به اونا که راه درست دارن میرن و هشدار دهنده و اعلام خطر کننده به کسانی که به بیراهه دارن میرن. بله. آیا منظور شما این است که رؤیا پنداشتن قرآن یا حاصل رؤیا پنداشتن قرآن عملا یه جایی در رسالت هم شبهه میافکنه، چون بنا به برداشت شما پیامبر شنونده است، به قول شما نامرسانی است، و اگر شما بگید که پیامبر راوی بوده، عملا مفهوم رسالت هم زیر سوال میره؟ ببینید، من عرض کردم که چگونگی و مکانیزم اون چه که به پیامبر القا شده، که حالا به صورت رؤیا بوده، رؤیایی در شب بوده یا رؤیای روز بوده، اینا در واقع فرع به اون اصل و اساسه. اگه رؤیا رو به این معنا بگیریم که خب آدم یه خوابی میبینه، خواب ممکنه حقیقت داشته باشه یا نداشته باشه، و اگر اینکه خواب حتما باید در واقع خواب گردان داشته باشه تفسیر بکنن، قرآن میگه که این کتاب خیلی آسونه، لقد یسرنا القرآن للذکر، آسونش کردیم، اسمش کتاب مبینه، یعنی آشکاره. بارها قرآن روی این مسئله سخن گفته. بله. البته چشم من فقط این اشاره کنم. بله. که البته بعضی از مسائل که مربوط به آخرت، عالم آخرت، که بارها به خود پیامبرم حدود 20 بار میگه که تو نمیدونی، یعنی چه عاملی ممکنه که باعث بشه تو بدونی، یعنی درست مثل اینکه بچه شما راجع به بچه 3 سال راجع به کامپیوتر بپرسه، شما میگین و ما ادراک عمل کامپیوتر. بله. چگونه میتونم برات توضیح بدم؟ اجازه بدید از یکی از عباراتی که آقای بازرگان استفاده کردن اینجا ما هم استفاده کنیم برای طرح سوال. آقای بازرگان میگن خواب میتونه حقیقت داشته باشه، میتونه نداشته باشه، و خواب یا رؤیا پنداشتن قرآن معنیش این است که در رو به سوی بسیاری شبهات باز میکنه. نه لزوماً. ملاحظه کنید همه چیز میتونه اینطوری باشه. این جزو باز پیشفرضای ماست که ما خواب پیامبرانه رو معصوم بدانیم، یعنی همراه با عصمت و بی زلل و بی خلل بدانیم یا نه. لذا این درست مثل این که ما میگیم که کلام میتواند خطا باشه، میتونه صواب باشه.
خب این اصلا تعریف گزار است، تعریف قضیه است که یحتمل الصدق والکذب، اما ممکن است که مؤمنان و پیروان یک پیامبر بگویند اما سخنان پیامبر درش کذب نیست. یعنی اینکه ماهیت یک چیزی میتواند متحمل دو جانب باشه، در یک جایی میتواند که یکی از این جوانب به عللی حذف بشه و جانب دیگر بمانه. لذا به نظر من نه، رؤیا دانستن یا کشف و مشاهده دانستن وحی پیامبرانه هیچ کدوم لزوماً خطا رو در او وارد نمی کند، چون که مؤمنان معتقدند که پیامبر خطا نمی کند. ماهیت وحی یا ماهیت رؤیا خطا پذیر است، اما چون مؤمنان به پیامبر اعتقاد دارند معتقدند که نه، در اینجا خطا راه نداره. حتی بذارید من به این مسئله اشاره کنم، پاره از ناقدان بنده من جمله مرحوم آیت الله منتظری و پاره از دوستان که در نوشتن نقد نامه به ایشان کمک کرده بودند، سخن از علم حضوری به میان آورده بودند و گفته بودند که وحی از جنس علم حضوری است. علم حضوری هم برخلاف علم حصولی که صدق و کذب بر می‌داره، علم حضوری علمی است که صدق و کذب بر نمی‌داره. به گمان من اون دوستان هم و من جمله مرحوم آیت الله منتظری هم اینجا رو هم اشتباه کرده بودن، به خاطر اینکه علم حضوری درسته که خطا و صواب بر نمی داره، اما علم حضوری علم حضوری به چیزی است. یعنی حتی شما به خطا هم میتونید علم حضوری داشته باشید، لذا پای او رو در میان نمیتوان آورد. باری من میخوام بگم که نه، ببینید رؤیا بودن و رؤیایی انگاشتن وحی پیامبر برای این نیستش که ما عصمت رو کنار بزنیم یا عصمت رو تثبیت کنیم. هیچ کدوم اینا همه بیرون از رؤیا بعد راجبش تصمیم گیری بشه و داوری بشه. اینکه ایشان اشاره کردن که در قرآن هیچ جا نداریم که پیامبر گفته باشن که من میبینم، بله البته نداریم، ولی این دلیل نمیشه برای اینکه مؤمنان بیرون از قرآن و به منزله یک پیشفرض این رو کتاب الهی میدونن. حتی اگر پیامبر میمد میگو من میبینم، به من میگویند، ما اگر ایشون راستگو ندانیم میگیم خب اینا هم سخنان نادرستیست که بر زبان ایشون جاری شده. اصلا اهمیت نداره که او بگه میبینم، میگویم، به من وحی میشود، میشنوم. مطلقا این چیزا به نظر من در ماهیت وحی مدخلیت نداره. شما از بیرون باید نسبت به اینها باوری کرده باشید. به همین سبب هم هست که من در نوشتهام همیشه این رو تأکید کردم که روی خطاب من، روی سخن من با جامعه مؤمنان است، یعنی کسانی که پیشا پیش سلفن به قول عربا به گفته شما پیامبر رو هم حجت میدونن، حجت میدونن، لذا با اوناست این سخن. آقای بازرگان ببخشید من این رو اضافه کنم، ما در مورد حافظ چنین رأیی نداریم، ولو اینکه حافظ هزار بار یا مولانا مثلا هزار بار به ما بگه من دیدم این واقعیت رو، ما میگیم خب باشه دیدی که دیدی. ما در مورد شما قائل به عصمت و به حجیت تام و تمام کلام شما قائل نیستیم. شما از لفظ عصمت و خواب معصومانه چند بار استفاده کردید؟ یکی از کارهایی که شما کردید این است که بسیاری از مفاهیم اسلام رو اسلامی رو تاریخمند کردید. بله. این نظریه شما هم عملاً پیامبر رو تاریخمند میکنه. یعنی دارید میگید که مثل هر انسانی میتونه خواب ببینه، رؤیا ببینه، و جایی هم توی مقالاتتون گفتید که پیامبر هم میتونه خطا پذیر باشه. یکی از پیامدهای نظریه شما این است که قرآن یک واقعه است و چون حادث است و واقع است درش میتونه خطا هم وارد شه، به خصوص که رؤیای یک بشره. ببینید شما ببخشید چندین نکته رو اینجا با هم آوردید که من حالا نمیدونم مثل یک کلافی است، باید دونه دونه از هم باز کنم. پیامبر یک بشر است، یک انسان است، خود قرآن هم حاکی از همین است، یعنی انا بشر و مثلکم من هی جمیع الجهات، پیامبر بشر است، هیچ جای بحثی، یعنی عواطف ما آدمیان رو داره. در غیر وحی به اعتقاد من اینجا همش میگم به اعتقاد مؤمنان، برای اینکه من نمیخوام در اینجا یه داوری ویژه‌ای کرده باشم. به بله این بحث مؤمنان. هم در این برنامه در واقع بحث درون دینی درون بین دو عالم دینی است. به اعتقاد مؤمنان در غیر وحی ایشون ممکن است خطا بکنن، یعنی هیچ اشکالی نداره. نادرشاه افشار به تاکتیکای جنگی پیغمبر ایراد میگرفت، میگفت ایشون خیلی فرد جنگجو و جنگشناسی نبود.
یا مثلا فرض کنید که خود روایات اهل سنت زیاده که پیامبر گاهی به خطای خودشون اعتراف میکردن، یه بار اعتراض کرد ایشان که چرا گرده درختان خرمای نر رو بر روی خرمای ماده میپاشید، مردم گمان کردن که ایشون میگه نکنید و نکردن و سال بعد خرما بار نداد و آمدن و گفتن ما به فرمان شما عمل کردیم، ایشون گفتن نه، چنان که مشهوره گفتن انتم اعلمو به دنیا کم منی و انا اعلمو به آخرت کم من کم، شما به عمر دنیاتون از من واقف ترید. پیامبر وقتی بیمار می شد، همطور که ابن خلدون نوشته، پیش طبیبان می رفت، طبیبانی که در زمان ایشون پیر زنان پیر مردان همون داروهای گیاهی که داشتن به ایشون می دادن و نکات بسیار زیاد دیگری. یا مثلا فرض کنید در قرآن ما داریم که یک جا خداوند به پیامبر میگه عف الله عنک لما اذنت لهم، یه عده آمده بودن از پیغمبر اجازه میگرفتن که به جنگ نرن، میگه خدا تو رو ببخشد، از تو بگذرد، چرا چنین اجازه‌ای به اونها دادی؟ در غیر وحی ببینید اون که مسلم است برای مسلمانان اینه که در هنگام تلقی وحی پیامبر هیچ خطا نداشته و 100% اونچه که به او میرسیده میگرفته. اما اینکه یه روز پیغمبر تو راه میرفته مثلا کوچه رو گم کنه، عوضی بره این طرف بره اون طرف بره، من گمان نمیکنم هیچ کسی تردیدی داشته. به این معنا ایشون انسان بود، بشر. بسیار خوب. اما اینکه وحی رو پیغمبر صورت میداد خودش، آره، این من به این قصه تصریح کردم که درست شبیه فکری صورت وحی تاریخمنده. بله، صورت وحی تاریخمنده. بله، یعنی اینکه پیامبر اگر عرب نبود صورت وحیش عربی نمیشد. بله. و اگر عرب نبود مثالهایی که در قرآن آورده مثالهای دیگری میشد و هاکذا. بله. آقای بازرگان، عرض کنم که من درباره اصطلاح ترمینولوژی رؤیا و اینها میخوام عرض بکنم که درسته یکی دو بارم از رؤیاهای پیامبر سخن گفته، ولی من به عنوان در واقع کسی که علاقمند به تحقیق در متن بوده، ناگزیرم وفادار به متن باشم، یعنی درون دینی درون قرآنی سخن بگم. در قرآن این تقسیم بندی رو در واقع به صورت محکمات و متشابهات مطرح کرده، میگه این کتابی که در اختیارتون هست این دو بخشه، بخشش محکم محکمات یعنی خیلی رو راست آشکار معنای دو تا چهار تا داره، همه میفهمین، هن ام الکتاب، اصل کتاب در واقع اینه. بعد میگه بخش هایش متشابهاته، متشابهات یعنی به زبان تشبیه، اونطور نیست که ظاهر باشه، برای اینکه مربوط به یه عالمی هست که برای شما اتفاق نیفتاده. یعنی اگر یه جنینی در رحم مادر یه بچه‌ای میتونه سوال بکنه از مادرش که دنیایی که میخوام متولد بشم بیام بیرون چگونه است، مادر مجبور رو به زبان تشبیه بگه. میشه گفت که برخی از مسائلی که راجع به آخرت هست اصلا ما درک نمیکنیم. در قرآن هم میگه ما تدری ماذا اخفی اللهم من قرة اعین، هیچ نفسی نمیتونه بفهمه اون چیزایی که مربوط به عالم آخرته. اونچه که بیان شده راجع به دوزخ و بهشت میگه اینا مثاله. مثلا آقای بازرگان، اگر چنین چیزی در قرآن هست و تعبیر شما تفسیر شما این هست، آیا معنیش اینه که ما از تلاش برای فهم اینجور چیزها دست برداریم؟ چنین نظریه هایی آیا راهگشا نیست برای اینکه درک بیشتری از فهم بیشتری از پدیده به اسم قرآن بیابیم؟ مسلماً هست، مسلماً ما باید تلاش بکنیم. حتی تو قرآن از زبان حضرت ابراهیم میگه که او سوال میکنه خدایا چگونه مرده رو زنده میکنی؟ بله. خداوند یه تجربه عملی رو به او نشون میده که این کار رو بکن تا به راز و رمز این مطلب پی ببری. پس تکیه بر این که در قرآن گفته شده که شما بسیاری چیزها رو نمیفهمید، عملاً ما رو به کجا میرسونه؟ ببینید، ما بسیاری از مسائل در کره زمین خودمون رو بخش اعظمش رو نمیدونیم. وای به حال منظومش هم تلاش میکنیم که بدونیم. آره، تلاشش کاری نداره، ولی شناخت این واقعیت که ما در کجای عالم هستیم و قدرت درک و توانایی کجاست، این خیلی نکته مهمه. ما تمام تلاشمون رو باید بکنیم، ولی این انتظار این که ما باید به همه مسائل جهان هستی پی ببریم
این دور از واقعیت. بله. یکی از تلاش‌هایی که شده آقای بازرگان و تلاشی است در نقطه مقابل درک شما این است که و متفاوت با اونچه که آقای سروش میگن این است که ما به جای اینکه قرآن رو متن بپنداریم، چون تا شما میگی متن انتظار یک دستی داری، انتظار این رو داری که تناقضی در این نبینی، به جای اینکه قرآن رو متن بپنداریم، قرآن رو حاصل گفتار پیامبر بدونیم، حاصل گفتارهای پیامبر در مکان و زمان مشخص بنامیم. یکی از کسانی که چنین نظریه ای داده و بر شما و بر بسیاری از بینندگان آشنایی در موردش هست آقای مجتهد شبستریه. آقای مجتهد شبستری در یکی از این مقالاتی که راجع به این قضیه نوشته میگه که اگر پیامبر اسلام خود را مانند یک بلندگو یا یک کانال صوتی معرفی میکرد که کار اون تنها منتقل کردن یک سلسله اصوات منظوم به مخاطبان است، که مثلا در گوش خود میشنود یا فرشته‌ای برای وی میخواند، اونطور که مثلا پاره‌ای از متکلمان معتزله تصویر میکردند، سخن او از سوی مخاطبان اصلا فهمیده نمیشد و برای اونها معنا و مفهوم نداشت و چنین کلامی نمیتوانست مبنای دعوت وی و گفتگوی تاریخ ساز حاصل از اون باشد. ایشون میگه که ما اگر قرآن رو حاصل گفتارهای پیامبر در مکان و زمان مشخص بدانیم و هر کدوم از این مکان‌ها و زمان‌ها یک اختزاعاتی داشتند، اون وقت این مشکل ناآگاهی ما بر اثر عدم فهمیدن تناقض‌ها حل میشه، برای اینکه پیامبر در جایی بنا به مقتضیات ممکنه چیزی بگه، در جای دیگه ممکنه چیز دیگه بگه، و بسیاری از این مشکلات از نظر ایشون از متن خواندن قرآن حاصل میشه که اسلوب شماست، رویکرد شماست. شما یک متن می‌بینید که اگر تناقضی هست درش از نفهمی ماست. بله، ایشون در یه جای دیگه هم فرموده بودن که در واقع قرآن پیامبر رو در حد یک گیرنده، یک بلندگو تصور کردن در واقع تقلیل جایگاه ایشونه، ولی من فکر میکنم اینطور نیست. ببینید، گیرنده‌ای که امواج تلویزیونی یا رادیویی رو میگیره، او از خودش دخل و تصرفی نمی‌کنه، عیناً امواج رو میگیره منتقل می‌کنه، ولی همه مردم نمیتونن گیرنده باشن. قرن‌ها، هزارها گذشته یه همچین تشکیلاتی، دستگاه‌هایی ساخته نشده. یا امروز فرض کنید ماشینا معمولاً جی پی اس دارن، خب ساتلایت داره امواجی رو پخش میکنه. بله. در یه دوره بسیار پیشرفته ایست که حالا این دستگاه ساخته شده، ما میتونیم خودمون رو در امتداد اون امواج قرار بگیریم و آدرسی که میخوایم بریم، مقصدی که میخوایم بهش برسیم، از اون طریق پیدا بکنیم. پس اینی که آدم بتونه جی پی اس بشه، در واقع به یه مقامی برسه که بتونه گیرنده یه حقایقی بشه، این خودش یه مقام بسیار بالاییه. نمیشه گفت که این تقلیل جایگاه پیامبر است. کار هر کسی نیست. بله. در اشعار مولوی هم هست که حتی ایشون راجب حضرت علی میگه باز خوش‌شکار، یعنی تو مثل یه بازی که بر اون افقها رفتی، حقایقی رو شکار کردی، به ما بگو اون چیزی که بهش رسیدی. یا باز انقاگیر شاه، بازی که میره دیگه انقا رو در واقع صید میکنه. بله. حالا یه انسانهایی در واقع به اون درجات بالا میرن، یه حقایق رو پیدا میکنن. یعنی شما فکر میکنید به عبارتی بلندگوی خداوند شدن جایگاه بسیار متعالی است. بله، ولی نتیجه گیری که میخوام بکنم اینه، اونی که میگیره در واقع پیام خالصی رو گرفته. گیرنده تلویزیونی در واقع اون حاصل کنکاش‌های درونیش نیست. بله. او یه امواجی رو میگیره و عیناً منتقل میکنه. بله. آقای سروش، ما یک مفهومی داریم یا یک رویکردی، یک شیوهی داریم در فلسفه تحت عنوان اثبات بر مبنای بهترین تبیین. جالبه، امیدوارم بیننده ها بشنوند که چه موقعیت جالبی ایجاد شد. در بیرون از این ساختمون در لس آنجلس صدای اذان میاد. بر اساس اثبات بر مبنای بهترین تبیین، شما معتقد هستید که نظریتون
این مسائل مربوط به تناقض‌ها در قرآن، تناقضایی از قبیل سفر پیامبر در بحث معراج و اینجور چیزها رو حل میکنه. اما چرا فکر میکنید باید به نظریه رؤیا رو آورد تا اون چه که ما فکر میکنیم تناقض در قرآن هست رو از سر راه برداریم؟ و این سوال خیلی خوبیه، یعنی تا الان این بهترین سوال است که شما میپرسید. عرض میشود که اولا من اگه اجازه داشته باشم راجع به نقل قولی که از جناب آقای شبستری کردید بگم، قول ایشان رو خوندید، به گمان من تفسیرتون و تعبیرتون با مراد ایشان چندان منطبق نبود. جناب آقای شبستری رأیشون این نیست که قرآن پاره گفتارهاست و متن نیست. ایشون میگن گفتاره. بله. لفظ پاره گفتار متنی... از آن کسانی چون حامد ابوزید. آره. گفتار متن نیست. بله. اصلا از ایشان نیست. همون از ارکون است و از مرحوم. بله. از بله. ایشان گفتار میدونن. ایشون گفتار میدونن. بله. منتها دلیلشون یعنی تأکیدشون بر این است که گفتار انسانیه نه گفتار الهی. بله بله. و ما برای فهم گفتار باید او رو گفتار انسانی بدونیم. بله. در زمان و مکان مقدمه. بله، تاریخمند. بله. این نظرشون. بله. البته این رو من عرض بکنم، تا اینجا رأیشون با بنده تفاوتی نداره. در واقع من هم همینا رو نوشته بودم که پیامبر سخنشون، ایشون ورودشون به جامعه مثل ورود یه معلم است به یه کلاس. حرفایی رو که داره میدونه چی میخواد بزنه، اما بعدا تو کلاس نمیتونه پیش بینی کنه چی اتفاق میفته. یه کسی یه گوشه یه سوال میکنه، یه کسی از اونجا یه شیطنتی میکنه، یه کسی حتی بی احترامی میکنه. همه اینا توی قصه پیامبر وارد می‌شود. ما تو قرآن عیناً این رو داریم، یعنی در واقع سخن بر سر این است که قرآن یه چیز پیشنوشته‌ای نبوده که بر پیامبر نازل شده، یک گفتار یا متن داینامیکی است. پیامبر با یه ایده‌هایی، حالا شما بگید یا تعبیر بنده، با یه شخصیتی وارد جامعه میشه، یه حرفایی داره، جامعه هم یه ریاکشن‌هایی نشون میده، درست مثل معلم و کلاس. همه اینا میاد تو قرآن. اون ریاکشن ها پارش به صورت آیات توی قرآن میاد، جواب پیغمبر یا بگو جواب خدا هم نسبت به او، و این چنین قرآن ساخته میشه. اون سخن در مقابل کلام کسانی است مثل غزالی و دیگران که میگفتن که قرآن از پیش نوشته شده و هر حرفش به اندازه کوه قاف است، در عرش است، در کجاست و به تدریج نازل میشه. ولی شما هم میتونید خطاب اون واقع بشید، مخاطب چنین نظریه‌ای باشید که میگه اگر شما گفتار بنامید قرآن رو، دیگه نیازی نیست که برید متوسل شید به نظریه رؤیا پنداشتن. نه، اینطور نیست. حالا اینجا عرض میکنم، بازم در اینجا به نظر من در کلام شما یک سهوی، یک تسامحی وجود داره، و اون این استش که ببینید گذشتگان به یه معنا توجه داشتن، اینکه بحث عام و خاص و مطلق و مقید و اسباب نزول و اینا رو مطرح میکردن، برای همین بود میگفتن این کلام در این کانتکست نازل شده. بله. اون یکی به اون سبب نازل شده، اسباب نزول میگفتن. من یادم یه بار با مرحوم محمد ارکون بر سر همین بحث میکردیم، سفری با آلمان رفته بودیم، به او گفتم قصه اسباب نزول چیزی نیست که الان شما میگی، این مسائل قبلا بوده. اما تناقض‌ها یا بگیم اختلاف‌ها در قرآن به عام و خاص و مطلق و مقید خلاصه نمی‌شود. بله. ولذا گفتار دانستن یا هرچی تاریخمند دانستن قرآن کل اون مسائل رو حل می‌کنه. اون چی که نظریه رؤیاهای بنده حل می‌کنه، تناقض در یه سطوح بالایی است که ربطی به کانتکست نداره. این نظریه گفتار بودن قرآن رو بپذیرید، مطابقش میتونید از نظریات جدیدتری که این رو بست میدن استفاده کنید، از جمله نظریه یک زبانشناسی به اسم ال جی آستین که آقای شبستری هم استفاده کرده. بله. چون میگه که ال جی آستین میگه که وقتی شما میگید سیگار داری، سوال نمیپرسی، داری در واقع درخواستی میکنی، حتی تحت شرایطی ممکنه دستوری بدی. معنیش این است که اگر پیامبر اسلام یک جایی قصه ای میگه، قصدش این نیست که صرفاً قصه ای بگه، بلکه در اون زمان و مکان مشخص اون رو به این دلیل گفته که یک توصیه بکنه یا حتی دستوری بده به مؤمنان. این سخن و این معنیش است که از گفتار خواندن پیامبر میشه پیامدهای بسیاری. به نظر من شما نظریه ایشون رو یه جوری دیگه دارید تفسیر میکنید. من با شما موافق نیستم، اما از این بگذریم. ولی من چیز دیگه ای میخوام بگم، حتی آستین رو هم شما در میان بیاورید و نظریه فعل گفتاری و غیره، ببینید یه پارادوکس های در قرآن هست، با اینا حل نمیشه. نمیشه. الان مسئله جبر و اختیار،
ببینید جبر و اختیار age old problem، یعنی از مشکلاتی است که تا امروز هم با ماست. معلوم نیست بالاخره قرآن جبریه یا اختیاری، و ما دو تا فرقه بزرگ معتزله و اشعری داریم بر سر همین امر، و در شیعه هم که گفتن لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، یعنی استخون و لای زخم گذاشتن. از اون ور شما تعبیراتی تو قرآن دارید، از البحار و سجرت، دریاها آتش میگیرن. این یه پارادوکسه، یه پارادوکس، دریایی که پر آب آتش میشه. توی قرآن دارید که یه گیاهی، شجره‌ای به نام زقوم توی جهنم میروید، یه گیاهی که وسط آتش میاد. و شما گمان این... میکنید اینا صرفا استعارات؟ بنده میگم اینا رؤیاییه. ببینید من دقیقاً همینجاها وارد میشم، من میگم اینا دقیقاً مشاهد رؤیایی است. به همین دلیل من اصلا میگم وحی پیامبر، ببینید در گفتار ابوزید، در گفتار آقای شبستر، گفتار ارکون، همش بحث گفتار یا متنه. بند ارزمین هستش که وحی سمعی بصریه، یعنی بصری توش دخالت داره. بله. اون عزیز، حالا اینجا خدمت شما عرض میکنم، نه تنها سمعی بصری است، بلکه ذوقی شمی لمسی هم هست. یعنی نه تنها پیامبر در وحی خودش چیزی رو میشنوه، بلکه چیزی رو میبینه. بله. بلکه چیزی رو میبوید. در قرآن به خصوص سوره نجم این مسئله تا حدودی باز میکنه، میگه لقد رأى من آیات ربه الکبرى، آیات بسیار بزرگ خدا رو دید. میگه افتمارونه الا ما یرا، راجع به چیزی که داره میبینه چرا باش دارین جدل میکنید؟ لقد رآه نزلتا اخرى، بار دیگر هم دید. پس در واقع گشوده شدن چشم بصیرت به یک عوالمی که از چشم دیگران پوشیده است. در این که به چه نحو این اولیاء خدا، این بندگان، این حقایق رو دیدند، عقل بنده لااقل قد نمیده. من روی نتیجه و محصول اونچه که اینها کشف کردن عنوانه. بالاخره شما که میگید کلام خدا بوده، بله، همین که بفرمایید کلام، این کلام تئوری میخواد، چجوری خدا حرف زده با پیامبرانش. ببینید من که میگم که خواب دیدم نیست وقت... اینو ما میفهمیم، اتفاقا اینو ما میفهمیم، اما این که بگیم حرف زد خدا، خدایی که بی جهت است، بی مثل و مانند است، بدون اعضا و جوار، چجوری با پیامبرش حرف میزنه؟ من این عرض کردم، اون تئوری رو که دید در واقع جان؟ وقتی که میگه بخشش میگه آیات رب، دیگه سخن نیست در واقع، یعنی یه حقایقی رو داره میبینه، لازم نیست که کسی هم باهاش سخنی بگه، یعنی با گوشش بشنوه. یا موسی هم میگه من فقط انی آنست و نارن، من یک احساس یا آتش میکنم، بذاریم برم راهو که گم. بله. اول فکر میکنه. بله. که یک به اصطلاح آتش دنیاییست، وقتی میره، حالا به زبان تمثیلی در واقع داره قرآن میگه. شما فکرید که وحی تجربه نبویه، یعنی الان این کلمه آنستو رو دارید همینجوری معنی میکنید. بله. حالا من عرضم بیشتر رو نتیجه است، اون چه که به هر حال محصول به صلاح این مکاشفات در اختیار ماست. این مکاشفات یک امر نسبی بشری تدریجی به تعبیری که آخه ببینید ببخشید من سخن روایت در واقع یا نه، محصول این مکاشفه خیلی مهمه. اگر شما بگید این از جنس خواب بوده، وقت محصولش احتیاج به خوابگذاری داره. اگر اون مکانیزم رو جور دیگری بگیرید، اون وقت جور دیگری معنا خواهید کرد. این که شما می‌فرمایید من به محصول نظر دارم، البته باید به محصول نظر داشت، اما این محصول از کجا و از چه مجاری به ما رسیده، اونش مهمه. حالا تعبیر جناب عالی اینه که یک خوابگذاری می‌خواد، اینطور که بنده بنابر منظور این تئوری رویا، همه اون چه که دیدن در عالم رویاست. من قبلا عرض کردم که خود متن، خود قرآن این تقسیم بندی رو به محکم و متشابهات ارجاع داده، یعنی بعضیاش هیچ خوابگذاری هم نداره، روزه بگیرید، نماز بخونید. بله، این نکته آقای سروش، ما در قرآن فقط قصص که نداریم، فقط داستان‌ها و روایت‌ها نداریم، بخش زیادی از قرآن احکام اخلاق، مسائلی است که به نظر میاد نیازی نیست در رؤیا دیده بشه برای اینکه به مسلمین برسه. نه چرا، نیاز که منظور از نیاز چیه؟ یه پیامبری منبع فهمش، منبع درکش اونه، کتاب که نمیخونه، عرض میشود که معلم که نداره بنا به فرض،
خب این از کجاست منبع درکش که همین اخلاقیات رو پی ببره، همین به تکالیف مردم پی ببره فی المثل. یه مقدارش تجربه شخصی پیامبر بوده، یه مقدارش هم به هر حال همین چیزایی است که ما اسمش رو وحی می‌ذاریم. یه مقدارش تجربه شخصی پیامبر بوده، معنیش این است که پیامبر لازم نیست این رو در رؤیا دیده باشه برای اینکه بگه شما نماز. نه خیر لازم نیست. ببینید به نظر من پاره ای از تجربه های پیشین پیامبر قبل از پیامبر شدن، مثلا اعتکافی که در غار کرده بود و چیزایی از این قبیل، به شیوه های خاصی لابد عبادت میکرد، نماز میخواند و هرچی نتیجه گرفته بود از اینها به پیروانش توصیه کرد، گفت اینا راههای خوبیه، روزه میگرفت و نماز میخواند و امثال اینها. منتها صحبت بر این است که پیامبر یقین داشت که کلامش یا عملش مورد تصویب و تصدیق خداونده. این پاره ای از اون یقینیاتی است که با پیامبری میاد. بله، ولی متفاوت است با رؤیا پنداشتن اون. شما در همون مقالات پنجگانه‌تون گفتید متن قرآن را از دو سر میتوان خواند. یکی از سر غیب و دیگری از سر شهادت. و بعد ادامه دادید که اونجا که از سر غیب صحبت میشه در مورد نادیده هاست و اینجاست که زبان خواب بر رؤیا به میان میاد. اونجا که از سر شهادت صحبت میکنه زبان بیداری است. بعد گفتید که اما شکی نیست که قرآن یکسره زبان رویاست. بله. در اینجا ولی دارید میگید که ضرورتاً قرآن یکسره زبان رویا نیست. ببینید گفتید تجربه شخصی پیامبر راجع به عبادات مردم پیش از اسلام میتونه از جمله منابع پیامبر باشه. بله، منتها تأییدیه همونها رو ببینید. من اتفاقاً در همون نوشتم هم این رو آوردم که پیامبر در رؤیا میدید که آدمایی که ربا میخورن مثل اینکه آتش دارن میخورن. بله گفتید. انما یاکلون فی بطونهم نارا فسیصلون سعیرا. این تجربه پیامبر بود که موجب چی شد؟ تحریم رباخوری شد. و امثال اینها، حالا پارهش هم در قرآن آمده، پارهش هم نیامده. من اونجا هم نقل کردم باز که پیامبر کسی که انگشتری طلا به دستش بود رفت و این انگشتری رو از دستش درآورد. در روایات اهل سنت اومده، شیعیان همین رو نقل کردن و گفت میروید و یک پاره آتش روی دستتون میگذارید. یعنی در واقع ریشه های این احکام به تجربه و به شهود سمعی بصری او رسیده بود. بله. و بعد اون رو به صورت احکام بیان میکرد. بله آقای بازرگان، وقتی صحبت میشه از اثبات بر مبنای بهترین تبیین، اونو من موندن. حالا شما ایشان توضیح بدن. وقتی صحبت میشه از اثبات بر مبنای بهترین تبیین، یعنی شما معتقد هستید که بهترین تبیین رو دارید برای اون چه که تناقض‌های درون قرآنی پنداشته کل پدیده قرآن، کل پدیده قرآن رو فکر میکنید تبیین شما بهترین تبیین است. برای اینکه یک نظریه بهترین تبیین باشه باید نیاز به فرضیات کمتری داشته باشه، یا به عبارتی اگر ما بخوایم ترجیح بدیم سعی میکنیم نظریه رو پذیرا باشیم که اینقدر فرضیه های سنگین نخواهد از ما. فکر نمیکنید تبیینی که شما از قرآن دارید نیاز داره به تبیین های به فرضیه های سنگینی که برای بشر امروز دیگه ممکنه پذیرفتنی نباشه؟ بشر امروز میخواد بفهمه و میخواد اینقدر درگیر فرضیات عجیب و غریب نباشه برای اینکه قرآن به دستش رسیده. ببینید این قرآن در واقع یه مجموعه است، شاید اگر یه تقسیم بندی بخوایم بکنیم محتویات قرآن رو، بخشیش درباره گذشته است، یعنی داستان انبیا و امتهای پیشین از آفرینش انسان و جهان تا امتهایی که بودن، یعنی زمان زمان ماضیه. بعضیاش درباره معاصرین پیامبره، میاره تو زمان حال. برخیش هم درباره آینده است که هنوز اتفاق نیفتاده، عالم در واقع رستاخیز. یعنی پس هم گذشته است، هم حال و هم آینده است. دو مطلب دیگه ای را مطرح میکنه، یکی آیات خدا در طبیعت، یعنی عالم تکوین به اصطلاح، یکم آیات خدا در عالم تشریع، یعنی آیات ملفوظ، آیات هدایتی، اون چه که بر موسی و عیسی و پیامبران دیگه در واقع گفته شده. یعنی در واقع پنج موضوع اساسی: گذشته، حال، آینده، طبیعت و شریعت. خب این مجموعه در سوره های مختلف با هم به گونه ای ترکیب داره میشه دیگه. بخشی از اینا که مربوط به آینده است طبیعتاً در
تیررس درک و دانش ما نیست. خبر رو در واقع پیامبران آوردن، ما هیچ علم و اطلاعی هم نداریم. اونها هم اطلاعی نداشتن. بارها در قرآن از پیامبر راجع به قیامت میپرسن، میگه من نمیدونم، علمها عند ربی. پس بخشیش رو ما اصلا تئوری نداریم برای فهمش. عالمی است که اعتماد کردیم به رسولان، همطور که یهودی اینجا مشکل مسیح. دوچندان میشه آقای بازرگان، برای اینکه نه تنها نظریه شما و سنتگرایان در ارتباط با قرآن که صحبت میکنن به فرضیات زیادی نیاز داره، بلکه به فرضی نیاز داره که ممکنه انسان امروزی نپذیره. این فرض فوق العاده سنگین که شما یه جاهایی نمیفهمید و همین. خب بله، اگر در واقع ما اساس رو برای این بذاریم که من چیزی رو میفهمم که برش علم کافی پیدا کرده باشم، شناخته باشم با همین علومی که در زمانه خودم هست، چیزی اگه علم پیدا نکرده باشم دیگه نمیپذیرم، همین نتیجه حاصل میشه که شما متوجه شدید. ولی این علم رو ما در این 10 سال اخیر، علمی که بشر پیدا کرده مساویه علمی است که از زمان پیدایش آدم در کره زمین تا این دوره بوده. میگن تا بین 7 تا 10 سال آینده علمی که پیدا میشه مجموعه اینو در بر میگیره، با همین سرعت داره جلو میره. پس ما اگه فعلا خودمون رو مطلق بگیریم که من چیزی رو، حقیقتی رو میپذیرم که حالا فهمیدم، خب همین مشکل هست. ولی خیلی اطلاعات دیگر رو آدم رو اعتماد، مسلمان ها پیامبر رو به عنوان یه آدمی که امین بوده، صادق بوده، از کودکی اون رو میشناختن، دروغ نگفته، و بعد آزمایش کردن در مواردی سخنانی که گفته حقیقت یافتن، اونها رو اعتماد میکنن به او، اون چیزی رو که آورده. شما معتقد هستید اگر به پیامبر اعتماد میکنن مسلمین، به اون چه که پیامبر گفته هم و به شکل قرآن به ما رسیده باید اعتماد کنن و بر اساس این نص نظریه آقای سروش رو قابل قبول نمیدونید؟ اجازه بدید اگر ممکنه ما این بحث رو در قسمت دوم ادامه بدیم، برای اینکه آقای سروش هم بخشی از جوابش به اون سوال من ناگفته موند و نکات دیگه. بله، ولی من حالا قبل از اینکه شما پایان ببرید، برای اینکه اندکی من عرض کنم، ببینید این همین استفاده از سیمپلیسیتی و سادگی در تبیین خیلی حرف مهمی است و من اتفاقا این رو یکی از پشتوانه‌های نظریه خودم میدونم. فقط یه مثال میزنم و بعد ان شاءالله بحثش رو به دفعه دیگه میسپاریم. ببینید در قرآن آمده است که قوم یهود مسخ شدند، به صورت قرده و خنازیر در آمدند و مشکلی داشتن مفسرین در حل این مطلب که آیا واقعا به لحاظ تاریخی درسته یا نه. بنده معتقدم اینا رو پیامبر تو خواب دیده، بسیار و بنابراین از این جهت شما این خیلی راحت تر میتونید مسئله این فرضیه در اینجاها کاربرد داره و بسیاری موارد نظیر این، یا اینکه قرآن هنوز کتاب نبود که پیغمبر بهش میگفت کتاب، میگفت این کتابی است که نازل شده، هنوز بره. کتاب نشده بود. من مطمئنم بنده این رو در رؤیا کتاب میدیده اون رو بره. و هاکذا. منم آقای بازرگان جواب دارن، اجازه بدید در قسمت دوم. تاریخ مسلمانان از تلاش بیوقفه برای فهم ماهیت قرآن حکایت میکند. آیا سعی عبدالکریم سروش به موزه تاریخ مساعی مسلمانان برای فهم قرآن سپرده خواهد شد یا به درکی راهگشا از ماهیت قرآن کمک خواهد کرد؟ بحث پیشین در مورد قرآن ناتمام ماند. در برنامه این هفته گفتگو در مورد نظریه عبدالکریم سروش مبنی بر حاصل رؤیا پنداشتن قرآن را پی می‌گیریم. آقایان عبدالکریم سروش و عبدالعلی بازرگان به این برنامه خوش آمدید. آقای بازرگان، شاید این بار از شما بهتر باشه شروع کنیم. بله، یکی از قرآن شناسای بسیار پرکار، یک قرآن شناس ژاپنی بود که سالهاست از دنیا رفته، توشیهوکو ایزوتسو. او بر این باور بود که قرآن در واقع هیچ واژه، هیچ کلمه تازه‌ای نیاورده، از همون کلمات روزمره‌ای که مردم 1400 سال پیش در مکه و مدینه استفاده می‌کردن، کلمات یه جامعه قبیله‌ای استفاده کرده، اون مفاهیم رو بار معنایی بسیار عمیق‌تری بخشیده، غنا بخشیده به اون واژه‌ها. مثلا ایشون نوشته بود که کلمه هادی، هادی معمولا کسی می‌خواست اون سحاری سوزان بره،
اون کسی که جلو رام یافتاده، چون روز که تون آفتاب سوزان نمیتونستن حرکت کنن، لاجرم در شب میرفتن و کسانی بودن که به راه آسمان آشنا بودن، وضعیت ستاره ها رو میشناختن، جلو میافتادن و کاروان دنبال اونا رام میافتاد. میگه در مفهوم کلمه هادی یک راهبر، راهنما و پیروی از او نهفته. هادی کسی است که به راه‌های آسمان آشناست. حالا همین واژه‌ای که عرب این چنین می‌فهمیده، نام پیامبران رو هادی گذاشتن، اونا هدایت می‌کنن، یعنی اونها هم به راه‌های آسمان، ولی اینجا دیگه معنای آسمان، آسمان فیزیکی نیست، یک نوع پس رهبری کردن. اصلا خود معنای هدایت راهنمایی نیست، بلکه رهبریه، درش تبعیت و پیروی نهفته است. حالا من مثال زدم به عنوان واژه هدایت، واژه های خیلی زیاد، یکی مثلا فرض کنید شبکه که آقای دکترم اشاره کردن، شجره، که شجره ای که در جهنم مثلا در دوزخ هست. در قرآن به ندرت شجره به مفهوم درخت آمده، مثل شجره فرض کنید طیبه تو سوره ابراهیم، خود ابراهیم و اون شبکه وجودیش و کلام پاکش که چگونه مثل درخت، چون درخت یک ریشه داره، یک تنه داره، یک شاخ و برگ داره، یک میوه داره. نظامات حکومتی هم یک زمینه دارن، یک ریشه دارن در توده های مردم، یک تنه اصلی اون دیکتاتور و شاخ و برگهاش و میوه و محصولش. بله، از این استدلال چطوری میخواید استفاده کنید در حالا نرد؟ میخوام عرض کنم آقای دکتر، مثلا بعضی از معضلات قرآنی رو اشاره کردن که مثلا در قرآن اومده که قومی قرده شدن، بوزینه شدن مثلا، یا خوک شدن. خب بعضی از مفسرین هم گفتن که اینها نه چیز بوده، به صورت مسخ وجودی بوده. حالا ایشون فرمودن که در خواب، در رؤیا این رو دیده، ولی خب در واقع همه تو فارسی هم تقلید و میمون صفتی میگیم. اتفاقا داستانی که قرآن از اصحاب و سبت مطرح کرده، داستان قومی است که کنار دریا زندگی میکردن، یه حرمتی برای روزای شنبه داشتن. اول یه نفر این رو نقض میکنه، بعد دو نفر، بعد چهار نفر، یواش یواش حرمت این اصل در واقع مورد قبولشون میریزه. میگه اینا میمون صفت شدن. یا خوک رو سمبل در واقع حرامخواری، رشوه‌خواری، مال مفت خوردن، شبیه این فراوانه. مثلا در روایت چیزای ما، فرهنگ ما هست، راجع به فقها میگه که تکالب هم، تکالب از کلب میاد، یعنی سگ صفتی به جون هم افتادن. یا در متقصد برای تفسیر اینها نیازی نیست به یعنی خود واژه ها روی بیاد کاربرد به اصطلاح. مثلا فرض کنی خود حضرت علی تو احنام مالک اشتر، به مالک اشتر میگن که فلا تکونن علیهم سب و انزارین، مثل درندگان، گرگ درنده به جون مردم نیفت. یا واژه هایی که قرآن میگه بله. کسانی که آگاهی دارن عمل نمی کنن، میگه مثل چارپایان، نمیخواد توهین بکنه، همون شعر بله. فارسی هم چهارپایی بر او کتابیشن. میخوام بگم این واژه های قرآن وقتی که اون معنای عمیق‌ترش رو باز آدم میکنه، چون به فارسی ما ترجمه میکنیم بله، دچار مشکل میشیم. آقای سروش، برای این واژه ها نیازی نیست شما متوسل شید به نظریه رؤیای پیامبر و رؤیا پنداشتن قرآن؟ نظریه رؤیای وحی تمام قرآن رو فرا میگیره، من جمله این کاربردها و این استعمالات رو، نه اینکه برای اینها آمده باشه. یعنی در واقع نظریه رویای وحی یه پیشفرضی است که شما برای تفسیر وحی لازم دارید، تفسیر محصول وحی لازم دارید. پیشفرض ایشان این است که ظاهراً ما به پیشفرضای پیچیده احتیاج نداریم، به خود معانی لغات مراجعه میکنیم و کیفیت استعمال اونها و اینکه آیا مجازن آیا مجاز نیستن، که خب البته من انکاری ندارم نسبت به آن، کاری و شیوهی بوده که مفسران انجام میدادن. تمام صحبت من این استش که مفسران در این همه مشکلات را از اون طریق نمیتونستن حل بکنن. توجه فرمودید یک دسته مشکلات بود، اینو ملا صدرا هم توی تفسیر خودش میگه، میگه وقتی ما میگیم ید الله
همه قبول دارن که خب خدا دست نداره، لذا ید الله رو باید تأویل کرد، گفت یعنی قدرت الهی. یا وقتی که میگیم خداوند می آید، تو قرآن هم هست و قدمنا الى ما عملو من عملن و جعلناه هباء منثورا، ما میایم، پا میگذاریم و میایم. خب همه میگن خدا پا نداره، ولی خود او میگه این شگرد رو ما همه جا نمیتونیم به کار ببریم. یک چیزایی است که وقتی در قرآن میبینیم به راحتی اینا رو بخوایم از معنای ظاهریشون برگردونیم و بگیم که اینا یه معانی دیگری دارن، اونگاه کار رو به تکلفات وسیعی میکشانه و همطور که شما اشاره کردید اصلا از اون سیمپلیسیتی ما رو خارج میکنه. ما در فرضیات کمتر و ساده‌تر، ما برای فهم، ببینید داروین چرا موفق شد، برای اینکه یه فرضیه داد که ده ها پدیده ظاهرا ناخیشاوند و ناهمگون رو خیشاوند و همگون میکرد. از یه طرف فسیل هایی بود که تو زمین بود، از یه طرف تغییراتی بود که جانوران میکردن، از یه طرف تناسبی که با محیط خودشون داشتن. دیگران برای هر یک از اینا باید یه تئوری میدادن. اصلا در مورد فسیلا اصلا تئوری نمیتونستن بدن. آقای سروش، نظریه داروین یک نظریه ابطال پذیره. بله. یکی از نقدهای اساسی به نظریه شما این است که این نظریه ابطال پذیر نیست، برای اینکه هر چه که دیگران بگن شما ممکنه در جواب بگید که خب این رؤیای پیامبره، قرار نیست بر رؤیاها منطق عالم بیداری سوار باشه. ببینید، اولا خیلی از فیلسوفان علم معتقدن نظریه داروین ابطال ناپذیره، من جمله شخص کارل پاپر، ولی ما فعلا از اون میگذریم چون اون محل بحث ما نیست. بریم اینجا. ببینید در اینجا نظر طرف مقابل هم ابطال ناپذیره. ببینید ما دو تا طرح داریم که به قول همین فیلسوفان علم اینا نسبت به شواهد underdetermined. یه طرح این استش که شما با سیمپلیسیتی کمتر و سادگی کمتر عمل کنید که با سادگی بیشتر. یک طرح این استش که شما برای هر جایی یک تئوری خاص بدید که اینجا رو اشکالش رو بپوشونید، اونجا رو رفو کنید. یه طرح دیگه این استش که شما با یه نظر فراگیر، یعنی من میخوام بگم که ابطال پذیری که اولا عموما متعلق به عالم یعنی غیر علوم انسانی، ثانیا در اینجا ما هر دو طرف در واقع در موضع واحدی قرار داریم. یکی میگه، ولی از اون طرف من طرف دیگر در موضع واحدی با شما قرار داره، ضرورتا نظریه شما رو در موقعیت بهتری قرار نمیده. خب نه، بله، ممکنه از ایشون هم همین سوال رو بپرسم که نظریه شما بر اساس ابطال پذیری اگر اون رو به عنوان یک معیار به کار ببریم هیچ کاریش نمیشه کرد، ولی فعلا از شما میپرسم، نظریه شما میگن ابطال پذیر نیست. بسیار خوب. به عبارت دیگر هر شک و شبهه‌ای در موردش برمیگرده به این نظر عمومی که بله اینها رؤیاهای پیامبر است. ولی نظریه من فراگیرتره، یعنی این همون چیزی است که باز داروین میگفت، اینجا اشاره شد. داروین بله. میگفت تئوری که این همه پدیده رو میتونه تبیین کنه نمیتونه غلط باشه، چون قوتش بیشتر. ببینید من اون نظریه رؤیا، یعنی اینکه پیامبر در حالت غیر متعارف وحی رو دریافت میکرد، اصلا به اون هیچ کاری نداره. اینکه تو خود قرآن میگه که پیامبر یه چیزایی رو دید، خود ایشون هم اشاره کردن تو سوره نجم داریم، یا که مثلا ولقد رأى من آیات ربه الکبرى، یا ملکوت آسمان و زمین که به ابراهیم نموده شده، یا بسیاری چیزهای دیگه. مثل خود حالا در مورد ابراهیم فرض کنید اون داستانی که ابراهیم به خدا میگه که چگونه مرده ها رو زنده میکنی، خدا بهش میگه برو 4 تا مرغ رو بگیر. شما ببینید چه سخنانی در این باره گفته شده. اصلا تمام قصه داد میزنه که سیمبولیک، رؤیاییه، اسطوره‌ایه، باید خواب گذاری بشه. اگر اینا رو شما همینطوری در یه سطح ساده بگیرید، به نظر من اصلا به عمق ماجرا نمیرسید. آقای بازرگان، نظریه ایشون فراگیره، آقای سروش میگن، در صورتی که دوستانی مثل شما ناچارید مدام اینجا یا اونجا رو به گفته ایشون رفو کنید و از نظریه‌های متفاوت استفاده کنید و این از حیز انتفاع میندازه نظریه شما رو. ببینید، من یه بار توی جلسه از خدمت ایشون هم این سوال رو کردم. ما خب 1400 سال گذشته کسانی از همون آغاز اسلام با همین پیام‌ها، یعنی در همون آغاز که همه قرآن هم نازل نشده بود، متحول شدن، منقلب شدن، زیر و رو شدن،
جانشون رو در این مکتب گذاشتند، شهید شدند و از صفر در واقع این پیام ها رو بارور و بالنده کردند و تا قرن چهارم پنجم اون تمدن باشکوه رو در دوران قرون وسطای غرب در واقع برپا کردند. اونا به دنبال تعبیری که اینا خوابه باید تعبیلش کرد نبودن، یعنی عربای ساده بودند یا مسلمانان اولیه، برحال همین ظاهر آیات رو می دیدند و تونستند از همه چیشون بگذرن و فدا کنن در واقع خودشونو، حالا مهاجرت کردن به حبشه یا بعد به مدینه، یعنی از جانشون براشون مهمتر بود، مطلب براشون واضح بود، خیلی روشن بود، این پیچیدگی ها رو نداشت. سوال بنده و جنابیشون این بود که خب شما می‌فرمایید که 1400 ساله که اشتباه رفتند دنبال تفسیر، این تفسیر پذیر به اون معنا نیست، باید تعبیل خواب کرد یا خوابگذاری کرد بگید. خوابگذاری کرد، بله. حالا عرض بندم در واقع همین هستش که خب در طول این مدت پس راه خطا رفتیم. اولا خب این که قرآن میگه که ما این رو حفظ کردیم، خودمون ضامن یعنی تضمین کننده حفظش هستیم، چگونه غافل بودند از اینکه یک معنای عوضی رو رفتن به تفسیر در واقع پناه بردن. خب حالا بخوایم جبران بکنیم، در واقع آقای دکتر که میگن که میخوام این راه گشوده باشه برای آیندگان، پس تکلیف در واقع مردم این نسل این عصر چه خواهد شد؟ یعنی بعدن در واقع کی خوابگذاری میکنه؟ خوابگذاری اصلا چه هست و تکلیف چه هست؟ و این سوال مهمیه آقای سروش. شما از لفظ تعبیر استفاده کردید، از لفظ خوابگذاری هم استفاده کردید. اولا به ما بگید چی هست و بعد در مرحله دوم کی خواهد توانست که خوابگذاری کنه؟ بله، البته نکته ای که آقای بازرگان مطرح کردن به نظر من یک سوال فربهیه، درسته. ایشون میگن که گویی من دارم میگم همه 1400 سال اشتباه کردن در فهم قرآن، حالا مثلا کسانی آمدن و نوبرش آوردن که بله ما داریم یه باب تازه میگشاییم و چشمان شما رو به یک افق نورانی و درخشانی باز میکنیم. ملاحظه کنید مسئله این نیست، ادعای بنده ابدا این نیست. من میخوام بگم حالا اگر این جور دیگری تفسیر نشه، همون که مولانا گفت که پس بگفتیشان که من زین یک درم آرزوی جملتان را میخرم. چه اونایی که ظاهری بودن، یعنی به لفظ توجه میکردن، چه اونایی که اهل تأویل بودن، و ما هر دو قوم رو داشتیم در تاریخ تفسیر، مراد هر دوی اینا با این نظریه بنده برآمدنی است. یعنی من میخوام بگم نه تنها من اونا رو ابطال نمی کنم و نمیگم بیراه رفتن، کج راه رفتن، بلکه من میگم اینا یک کاری داشتن میکردن که حالا بهتر میشه فهمید که چه نامی داره و از چه مسیری میتوان رفت که همون کارا رو قوی تر کنه، انسجامی بیشتر باشه و حتی از تضاد میان اونها جلوگیری بکنه. شما اونها رو به منزل مقصود میرسونی با این نظر. احسنت. ولی حالا مثال ببخشید، یه مثالی بزنم. با استفاده از مفهوم تعبیر. الان میگم، الان مثال میزنم دقیقاً. ببینید یکی از مشکلاتی که متکلمان ما، فیلسوفان و مفسران ما داشتن این بوده که معاد جسمانیه یا روحانی، درسته؟ ابن سینا در اینجا متوقف است، ملا صدرای تئوری خاصی داره، متکلمین ما غزالی، نمیدونم ابن رشد، اینا سخنان مختلفی داره. ظواهر آیات قرآن ظاهر این نیستش که معاد جسمانیه دیگه، شما به خاک میروید، از خاک بیرون میایید، منها خلقناکم فیها نعیدکم منها نخرجکم تارتا اخرى الی آخر آیات، 2000 تا آیه در باب معاد. خب از اون طرف یه عده‌ای میمدن و میگفتن که خیلی خوب، اگر ظاهرش اینه که معاد جسمانیه، این که روز قیامت ما میزان داریم، ترازو داریم، یعنی چی؟ که اعمال مردم رو میسنجن. یه عده‌ای واقعا بودن از متکلمین رو پافشاری میکردن، میگفتن یعنی ترازو به همین معنای ترازو که ما میشناسیم، دو تخم کفه داره، اینا رو اعمال رو میسنجن. یه عده‌ای تأویل میکردن، میگفتن نه ترازو اینجا دیگه اون ترازو نیست، اینو بعد یه ذره شما عوضش کنید. یه عده دیگه از راه میرسیدن میگفتن اگه اینو عوضش میکنین چرا چیزای دیگه رو عوض نکنین؟ چرا از خاک بیرون آمدن و جوری دیگری نفهمیم؟
بنده حالا میخوام عرض بکنم همه اینها در یک مکاشفه و رؤیای نبوی صورت گرفته، هم ترازویشون دیده واقعا به معنای ترازو، یعنی من اینو به لفظ عرفی کلمه میگیرم. بله، و شما فکر میکنید باید اینها رو خواب گذاری کرد؟ حالا ما خواب چه کسانی در موقعیتی هستن که خواب گذاری کنند؟ آقای ببینید الان عرض میکنم گذشتگان چیکار میکردن؟ مفسرین بودن دیگه، درسته. این علم تفسیر به تدریج پدید آمد، به تدریج بزرگتر و کاملتر و فربهتر شد. به گمان من ما اگر این تئوری رو بپذیریم و جدی بگیریم، حالا باید خوابگذاری رو شروع کنیم و این خوابگذاری به تدریج خوابگذاران خواهند آمد. مولانا میگفت نازنازان دلنوازان آمدن، ما میگیم خوابگذاران آمدن. در میان کسانی که بر دانش‌های اسلامی بله تسلط دارن، شما کیا رو خوابگذار؟ من در میان نه اینایی که بعد دانشای چه دسته ای از عالمان اسلامی میتونن خواب بگم؟ من عالمان اسلامی با این علومی که فعلا در حوزه ها خوانده میشه هیچ کدوم اینها کافی نیست، دانششون خوابگذاری باید قرآن دانشهای دیگری بعد بیاره. رؤیاهای پیامبر تعطیل خواهد بود؟ نه تعطیل نخواهد بود. من در نوشته ها هم آوردم باید ما به تاریخ برگردیم، به آنتروپولوژی، یعنی به اون اوضاعی که در زمان پیامبر بود و ایده هایی که پس مردم شناس ها خواهند توانست خواب گذاری کیا؟ انسان شناس ها، مردم شناس ها، به علاوه این که علوم دینی داشته باشه. منظورم بر علوم دینی و بر قرآن شناسی و بر علم بلاغت و این چیزهایی که به طریق سنتی بوده که باید هم دانست، تاریخ و آنتروپولوژی و روانکاوی افزوده خواهد شد. اینها و خوابگذاران آینده ما رو تشکیل میدن با یه دید تازه که بر دانش‌های اسلامی تسلط دارن، در عین حال انسان شناسی میدانن، روانکاوی، اینها روانکاوی، اینها باید در کسانی جمع بشه، جمع بشه تا که بتونه خوابگذاری کنه. شما با چنین چیزی راضی خواهید بود؟ اصلا شدنی است؟ من که خب اصل اینکه قرآن به صورت رؤیا بر پیامبر اومده، به چنین نتیجه ای من نرسیدم. من معتقدم همونطور که عرض کردم خود قرآن تقسیم بندی میکنه، بخشیش به زبان تشبیه تمثیل، اونجا میگه علمش رو جز خدا نمیدونه، تعلیمش رو میگه، تعویلش رو جز خدا نمیدونه. شما آقای بعذرت میگم از کجا میدونید اون بخش تمثیل کدوم بخشه؟ خب برای اینکه هیچ نشانه ای نداره، خود قرآن هم که راجع به اونا اصلا هیچ علامتی رو نگفته. خب همین محل کلامه. بله، اگر خوابگذار ما نداریم، متشابه شناس هم نداریم، چون هیچ جا علامتی قرآن نداده که کدوم محکم کدوم متشابهه. ما چه کار کنیم؟ متشابهات خب عمدتا در باره عالمی است که هنوز رخ نداده در دسترس علم و دانش. شما چرا اینو میفرمایید؟ چه دلیلی داره؟ این چه دلیلی داره؟ ببینید اینو شما میفرمایید 16 رأی در باب متشابهات هست. خب در واقع میشه اون رو حالا تقسیم بندی کرد که کدومش به زبان تشبیه و تمثیله، کدوم بخشش تکلیف مردم خیلی روشنه که میتونن بدون اینکه نیازی به خوابگردانی داشته باشن بفهمن که چی کار باید بکنن. من هم که عرض کردم مطلب رو، یعنی مطلبی که مربوط به زندگی فعلی ماست، روشن‌تر از این می‌بینم. یعنی فکر می‌کنم که اگرم معضلی باشه در اونچه که مربوط به تکالیف ماست، معنای واژه‌ها رو درست بشناسیم، به نتیجه‌اش خواهیم رسید. ولی خب این یعنی هیچ پیش‌فرضی لازم نداریم، فقط به سراغ کتاب لغت بریم. من بر این باور هستم که دائما میشه سخنان تازه از همون متن واحد، از همون سخنانی که برای عده‌ای بسیار بدیهی و ساده می‌آمده که خب همه چیزو فهمیدیم، دائما وقتی که دریچه‌های جدیدی باز میشه طبیعتا معارف تازه‌ای هم گشوده میشه. ولی به هر حال این که حتما باید یک روش دیگه‌ای که عنوان در واقع خوابگذاری جناب عالی گذاشتین که همش در واقع حالت نمادینه، همش معنای خاصی داره، مثل اشاراتی که به داستان یوسف میکنید که او مثلا در خواب ماه و خورشید و 11 ستاره دید و بعد معلوم شد که تعویل اینها مثلا پدرش، مادرش و 11 فرزنده. خب چنین چیزی تو قرآن هست، پس همش معانی نمادین داره. من بر این باور نیستم که، در این حالی که میدونم بسیاری از آیات چنین جنبه‌ای داره. تنها اون داستانم نیست، هم انبیاء بنی اسرائیل در واقع خوابهای این چنینی دیدن که معانی خاص خودش رو میبایست پیدا بکنه، و هم میشه مواردی تو قرآن پیدا کرد. ولی اصل اساس قرآن و کتاب مبین بنده میبینه، یعنی بر اساس اون طوری که خود قرآن گفته که میگه
هیچ اعوجاجی درش نیست. کتاب روشن، آشکار، عربی مبین. مبین الا بهتر میگه خود کلمه عربی هم یعنی آشکار، نه به معنی زبان اعراب. همه چیش واضح و روشنه برای مردم، پیچیدگی نداره. میگه اگر از جانب غیر خدا بود درش اختلاف و مشکلی میدیدید. این که میگه واضح آشکاره یعنی مردم کاملا پیام رو دریافت میکنن. بله، البته منهای مسائلی که مربوط به رستاخیزه. بله، اجازه بدید جوان آیه سروش، این که قرآن میگه مبینه و این یعنی آشکار و واضحه و دنبال چیزهای عجیب و غریب نگردی، دنبال تعبیر نگردی، دنبال خوابگذاری نرید، و خود نص قرآن این رو میگه. جواب چند؟ ببینید در باب محکمات و متشابهات که آقای بزرگان اصرار میکنن و تأکید میکنن به حق بر اونها، خودشون هم وقوف دارن و همه کسانی که با تفسیر آشنا هستن وقوف دارن. تقریبا آیه ای از آیات قرآن نیست که بر سر او اختلاف نشده باشه. یعنی آیاتی که یه عده محکم پنداشتن دیگران متشابه پنداشتن، آیاتی که دیگران متشابه بود. مرحوم علامه طباطبایی دو تا آیه در قرآن رو ایشون آوردن و صریحا ذکر کردن. احتمالات معانی این آیات رو ایشون ذکر کرده، یکیش تو سوره بقره است، واتلو علیهم چیز، بله اون آیه مربوطه به دیوان و سلیمان است، و تبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان. ایشون ضرب کردن 1,200,000 معنی برای این آیه گفته شده. کسی هم نگفته این آیه جزء متشابهاته. یه قصه ایست از مربوط به دیوان و سلیمان و ممکنه مثلا از اصلم اسطوره‌ای باشه، ولی این چنین. میخوام یعنی عرض بکنم که قصه محکمات و متشابهات و شما در عمل وقتی که نگاه کنید تقریبا تمام قرآن متشابه پنداشته شده. توجه فرمودید؟ درسته که ما میگیم محکم متشابه. من میتونم اینو بگم تقریبا میشود گفت فقط آیات احکام، یعنی مربوط به وضو و غسل و حج و روزه و ایناست که اندکی هم از 400-500 آیه، اینا رو یه عده‌ای تأکید کردن که جزء محکماته، که همون هم محل کلامه. ولی از اینها که شما بگذرید فقط مسئله قیامت نیست، مسئله مربوط به خدا هست، مسئله مربوط هم به اخلاقیات هست. بله، مسائلی که متشابهات در حوزه داستان‌های روایت‌های قرآن می‌گنجه، از جمله در یکی از مقالاتون در مورد معراج صحبت کردید. بله، که تمامی اون چه که ما در مورد زمان واقعا دیداری شنیده رو کلن اصلا به هم می‌ریزه. بله، ولی برای انجام اینها شما به خوابگذاری روی میارید و میگید اگر ما بدونیم که اینها رویای پیامبره، اینها به گفته خودتون به سادگی حل میشه. یعنی نه اما... که به سادگی حل میشه، به هر حال معنا میکنیم. بله، به راحتی به همون لحظه و لفظی نمیگیریم. بله، برای خوابگذاری کردن شما معتقد هستید باید سراغ عالمان و علوم دیگه هم رفت، علوم انسانی. بله، علوم طبیعی. بله، از جمله گفتید انسان شناسا. رویا پنداشتن قرآن یک پیامدهایی داره که اتفاقا عالمان در موردش صحبت کردن، در مورد خود رؤیا صحبت کردن. اونها که در مورد انسان، روحیات انسان و مغز انسان مطالعه کردن میگن که رؤیا اون چیزی است که ما وقت روایت کردن میسازیم. تا قبل از اون به قول اینها سیگنال هایی است، نشانه هایی است که از یک بخش مغز، از ساقه مغز به بخش مغز دیگه میره و اینها پراکنده است و نظمی درش نیست. معنیش این است که وقتی رؤیا گفته میشه تازه نظم حاصل میشه. عملا پیامد این خواهد بود که اگر شما معتقد هستی قرآن حاصل رؤیاهای پیامبره، معنیش این است که قرآن رو پیامبر ساخته از مجموعه ای از نشانه هایی که به مغزش حادث شده و خودش نظم داده به اینها. بله، من همین عقیده رو دارم. پیامبر در واقع مؤلف قرآن است. یعنی من این رو در نوشته‌های خودم هم به صراحت آوردم که خداوند اونها که اون نظر رو میدن آقای سروش میگن که اون چه که ما رؤیا میپنداریم قبل از اون یک مجموعه کاملا بی نظم و حتی لفظ بی معنی هم به کار میبرن. این تحقیقات از دهه 70 میلادی شروع شده. میگن مجموعی از نشانه ها تصاویر بی معنی و بسیار پراکنده به مغز ما میاد، اون وقتی نظم پیدا میکنه که ما شروع میکنیم به روایت کردن اینها. در واقع روایت کردن اینها ساختن اینهاست. بله، ببینید من واقفم به اون مطلب، ولی توجه بفرمایید محصول مهمه، چون این امور بی نظم نظر همه هست، ولی وقتی که محصول کارخونه رو شما میبینید در نظر بعضی ها به صورت مثلا اشعار فوق العاده ای در میاد، مثل شعر حافظ و مولوی، در نظر بعضی هم سخنان یاوه ای در میاد. لذا این که پیش از این چه بوده
اونقدر مهم نیست که بعد از این به چه صورت در میاد. در حقیقت شما این مهم نیست که وحی پیش از رسیدن به پیامبر چه بوده؟ اصلا ما پیش و پس نداریم در اینجا. وحی رو پیامبر تولید میکنه. وحی در واقع تألیف پیامبر است. ببینید در واقع حرف من اینه، خداوند یه شخصیتی آفریده، همین و بس، بقیهش به او واگذار شده. این شخص با این ظرفیتی که داره و با توانایی هایی که داره به قول شما به اون سیگنال های بی نظم نظمی میبخشد که ما وقتی که اونها رو نظر میکنیم میبینیم چقدر پرمغز و پرمعناست. این حافظ که همین کار رو میکرد، این دیگران تئوریسین ها همینطورن. ببینید اصلا الفاظ که به خود خود الان ایشون اشاره کردن، گفتن پیامبر هیچ لفظ تازه‌ای نبود. کاملا درسته، پیامبر تصوراتی رو که در قوم خودش بود گرفت، تصدیقات تازه بنا کرد. و شما وقتی میگید که پیامبر است که وحی رو تولید میکنه، این جایگاه کاملا متفاوتی به پیامبر میده، متفاوت از اون چیزی که تا حالا پنداشته میشده. و در یکی از مقالاتون میگید که نه تنها خدا در پیامبر بود که پیامبر در خدا بود. بله. و هر چه میاندیشید اندیشه اون بود. این برای بعضیا ممکنه یک یک زنگی از ثنویت داشته باشه. عکسشه. چرا ثنویت؟ مگر غیر از اینه که مسیحی‌ها میگن پیامبر و خدا رو، مسیحی‌ها میگن که خدا و فرزندش از یک جنس بودن و شما هم میگید پیامبر در خدا بود و خدا در پیامبر بود. این برای بعضیا فوق‌العاده. اینو همه فیلسوفان اسلامی میگن. ببینید من تمام مطلبم با بحثی که با آقای جعفر صبحانی میکردیم با دیگران، گفتم شما فراموش کردید مگه که تو فلسفه ای که خودتان میخوانید و تدریس کرده اید و کتاب ها که نوشتید که میگن وجود معلول مندک که در وجود علت، مستحیل در وجود علت، یا به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی اینا دو مستقلن به یک استقلال. گفتم چرا به اینجاها که میرسه شما اینو فراموش میکنید. بله. ما معلول و مخلوق خداوندیم، اما نه تو چیز متباین از هم. ما در وجود او منحلیم. به همین دلیل هم هست که من همیشه تکرار میکردم، میگفتم که هی میگن وحی از خدا از بیرون به پیغمبر میرسه. میگم خدا بیرون پیغمبر نیست، درون پیامبر است. آقای بازرگان چنین رو از رابطه پیامبر و خداوند؟ بله، من در واقع درک و برداشتم از قرآن اینه که در واقع همه کردیت رو به اصطلاح به خدا داره میده. پیامبر، خب به سوابق پیامبر وقتی مراجعه بکنیم، خب یک به قول قرآن، به تعبیر قرآن یه امیه، امی میگه من هم امیون لا یعلمون الکتاب. امی یعنی کسی که کتاب نمیدونه، قوانین رو نمیشناسه. در قرآن اومده ما کنتو تخطه به یمینه، هیچ وقت خط ننوشتی، هیچ وقت نخوندی. میگه ما کنت تدریم الکتاب ولل ایمان، اصلا تو چه میدونستی کتاب یعنی اون قوانین و نظاماتی که مکتوب شده و ایمان چیه؟ یعنی پیامبر یه اندیشمندی نبوده که رفته باشه که مثلا تورات رو بخونه، انجیل رو بخونه، اندیشه بکنه در مناسبات جامعهش. لااقل اون چی که قرآن درباره سوابق پیامبر میگه، میگه یک امی به معنای واقعی کلمه است. میگه اینا رو ما بر تو الهام کردیم، عجلم نکن بر خوندنش، لا تحرک بهی لسانک لتعجل بهی، اصلا زبونتو نگردون، مثل مدیوم مانند. در واقع میگه یسرناه به لسانک، به زبان تو داره جاری میشه. یعنی بیانی که رسانه هستی ببرد. بله، یک رسانه در واقع هستی. یعنی اصل و اساس تاکید شما در مورد امی بودن پیامبر، آیا معنیش این است که شما فکر میکنید چون پیامبر امی نبوده به چنین جایگاهی نمیتونسته برسه؟ نه نه، هرگز. من معتقدم که او از نظر دانش‌های زمانه که یه فرد مثلا اندیشمندی بوده و مطالعه کرده، چون در ایران بعضی از دوستان صاحب نظران اون رو به عنوان یه شخصی که دردمند بوده بررسی کرده، معضلات جامعه رو، شرک و فرزند کشی و دیگر رو، به این راه حل رسیده. قرآن اون چه که میگه، میگه نه، این به اصطلاح خودمون میگه صفر کیلومتر بوده، ولی چون انسان بسیار امین، بسیار پاک و به اصطلاح از آموزش‌های زمانه آزاد بوده، به تعبیر خود پیامبر میگه ادبنی ربی، پروردگارم منو تأدیب کرد، ادب کرد. قرآنم اول رو خود پیامبر کار کرده، او رو به تدریج ساخته تا بتونه حامل این امانت ها بشه.
قرآن در واقع لحنش درباره همه انبیا به خصوص پیامبر ما بیش از اون که حالت تجلیل و تعظیم داشته باشه، حالت تذکر و تعلیم و تنبه و حتی تهدید در واقع داره. این خیلی فرق میکنه که یک انسانی در واقع همش ما در او متمرکز بشیم که او یه خوابهای دیده، ما به او توجه میکنیم، یا به تعبیر بودا ظاهرن میگه بزرگان آمدن به مردم ماهو نشون دادن، مردم به انگشتای اینا خیره شدن. من میخوام بگم سبک قرآن در واقع از پیامبر خدا رو شناختن و به سوی او رفتنه. احساس میکنم که شاید یه مقداری این بزرگتر از اون چیزی که جایگاه پیامبران هست ما مقام یک شخص رو بالا ببریم. بله. پیامبر گیرنده و منتقل کنه، یعنی هدف انسان‌ها بودند نه پیامبر. بله آقای سروش. والا در مورد اون چه که ایشون می‌فرمایند، من نظرم این است که پیامبر مدخلیت تام و تمام در پروسه وحی داشته و اصلا یکی از اهداف اصلی اون نظریه‌ای که بنده پرداختم همین بوده که این نظریه رسانه بودن پیامبر رو زیر سوال ببره. ایشون در نوبت قبل هم یک مثال خوبی زدن که من مایلم به او برگردم، گفتن که مثل این تجهیزاتی که امروز هست و بعد یک پیام رسانی از اون طرف پیامی میرسانه، اون تجهیزات هیچ دخالتی ندارن. من یاد اون شعر مولانا افتادم که نی رو مثال میزنه، میگه دم که مرد نایی اندر نایی کرد، در خور نای است نه در خورد مرد. میگه حتی نی دخالت میکنه. حالا این تجهیزات پیچیده که جای خود داره، برای اینکه ابعادی داره و لذا اون دمی که شما در اون میدمید از اون سوی نی اونی نیست که شما دمیدید، این نی او رو محدود و مقید و مشروط میکنه و چیز دیگری از اونجا بیرون میاد، نه چیز متضادی. من میخوام بگم که پیامبر، اتفاقا من نقش پیامبر زیاد میدونم. حقیقتش این استش که معتقدم پیامبر از خدا پر شده است و در حقیقت چون خدایی شده پیامبر شده و دیگران چون از خدا پر نیستن پیامبر نیستن و به در وقتش این پر از خدا حرف میزنه، حرفاش الهیه و تصمیم میگیره، تصمیماتش الهیه. بله، ولی درک من ورود ورود خدا در طبیعت غیر از این راهی نداره. بله. ما این که بگیم ورودش در طبیعت یعنی فرشته ای میفرسته، نمیدونم، من اونا رو درک نمیکنم. ولی درک من از تاکید آقای بازرگان بر امی بودن پیامبر اسلام این است که ایشون میگن اگر پیامبر امی است، آگاهی پیشینی نداره که بتونه چنین خوابهایی ببینه، چون دیدن این رویاها، این خوابها در مقالهشون اشاره کردن بین این نیازمند کسی است که یه آگاهی پیشینی داشته باشه. خود شما هم به تجربه پیامبر وقتی اتکا میکنید، یعنی اینکه پیامبر مستعد هست برای دیدن این خوابها و این رویاها، و این خوابها و این رویاها یک حدی از آگاهی پیشینی میخوان، وگرنه یک فرد امین نمیتونه چنین شمار زیادی از روایت ها رو ناظرش باشه به گفته شما و بعد راویش باشه به گفته شما. ببینید، من چند تا بحث اینجا هست. یکی خود کلمه امیه، این که امی به معنای بی سواد باشه این محل تردید قرار گرفته و تحقیقات خوبی هم کردن، مثلا خاورشناسان که امی رو به معنای جنتایل و جنتیله و اینا گرفتن، یعنی غیر دینداران، نه لزوما بی سوادها. این یک نکته. مثلا یهودیان یا مسیحیان دیگران خودشون بله جنتایل میگفتن، امی به اون معنا بوده. حالا از این بگذریم، پیامبر اسلام فرض کنیم بی سواد، یعنی خواندن و نوشتن نمیدونست، خود قرآن هم میگه لا تخطوه به یمینه زلر تاب المبتلون. ولی این غیر از اینه که بگیم پیامبر دانا نبوده، برای اینکه دانا بودن غیر از خواندن و نوشتن، اصلا در اون زمان ایشان خواندن و نوشتن مرسوم نبود. من یادمه مرحوم علامه قزوینی به کسی از مستشرقین ایراد گرفته بود، میگفت ایشون فکر میکنه که این ادبا و شعرای عرب نوشته هاشون رو توی دیوانهای جمع آوری میکنه. اینا در واقع دیوانشون حفاظ اشعار بوده، شاعران بوده، یعنی کسانی که شعرهای اینا رو حفظ داشتن و میرفتن اینجا اونجا میخوندن، اصولا حفظی بود. ولی پیامبر دانا بود. ما در روایات داریم، در حکایات، که عمر ابن خطاب که بعدا خلیفه دوم شد، این تورات میخوند و عبری میدونست و حتی بعداً یه بار در نزد پیامبر که تورات رو باز کرده بود و میخوند، پیامبر بهشون گفتن اگر موسی در زمان من بود به من ایمان می آورد.
در واقع او رو منع کرد، ظاهرا نهی کرد از خواندن. من میخوام بگم که اینطوری هم نبود که دور و بر پیامبر خالی باشه از کسانی که این اطلاعات رو دارن. معتقد هستید بر اساس این من اطلاعات پیامبر دانا بود؟ بله، اکتساب این اطلاعات به اضافه اینکه پیامبر بر اساس اون چیزهایی که شما میگید یک تخیل قوی داشت. بله. برای اینکه یک جایی شما بعد از اینکه صحبت از وحی میکنید و بعد میگید وحی فضای متفاوت است، صحبت از رویا میکنید و بعد در پله بعد صحبت از خیال خلاق میکنید. درسته. در درسته. یک بخش از مقالاتون این خیال خلاق پیامبر، این پله پله میشه گفت حداقل از نظر بسیاری از مسلمانان تنزل دادن قرآن نیست. شما ابتدا وحی رو میکنید، تجربه پیامبر و تجربه‌ای که از طریق رؤیا به دست بیاد، بعد صحبت از خیال خلاق میکنید، گویی قرآن حاصل هنرمندی و تخیل قوی پیامبره. من یعنی شما فکر میکنید چی باید باشه؟ ببینید وقتی که ما میگیم خیال خلاق، این عرفای ما همین رو عین وحی میدونن. بله، یعنی پیامبر وقتی عرفانی که شما از عرفان استفاده میکنید، اونها که بیرون از عرفان ایستادن. من همیشه تفسیر در تحت پیشفرض‌های صورت میگیره. من پدیده وحی رو همونطور که قرآن به ما میگه به مادر موسی وحی شد که بچه‌تو بنداز به دریا، به زنبورم وحی میشه، به زمین وحی میشه و به پیامبرانم وحی میشه. به قول مولوی او هر رب الی النحل آمده است، خانه وحیش پر از حلوا شده است. این که کرمناس بالا میرود، ما که ولقد کرمنا بنی آدم هستیم، وحی به ما هم میشه و وحی به پیامبران میشه. رتبه های این وحی ها فقط فرق میکنه و الا از نظر جنس و جوهر یکی هستن. و لذا شما وقتی که میبینید که پیامبر این محصولات رو بیرون داده، بله، یک هنرمند محصول خیال خلاق اوست، ادیب بوده، یعنی معلومه که ذوق، و این در کلمات دیگر ایشون هم ظاهره. آخه ببینید، فرض کنید ما قرآن رو فقط وحی بدونیم، با کلمات دیگه پیامبر شما چه کار میکنید؟ ایشون وقتی سخنرانی میکرد، سخنرانی بسیار بلیغ و ادیبانه میکرد. هست باره یه سخنرانی ایشون، اونجا که دیگه نمیگه محصول وحیه، اونجا دیگه محصول خود خلاقیت شخصیت ایشونه. پیامبر یه روایت ازشون هست که اوتی تو جوام الکلم، کلم، خداوند به من یه ظرفیت داده که سخنان جامع میگویم، یعنی همه جانبه مطالب رو در نظر. این همون خصوصیاتی است که پیامبر داشتن. چرا این تصویر برای شما پذیرفتنی نیست از پیامبر اسلام؟ تصویری که آقای سروش میده پیامبر رو در جایگاهی قرار میده که به گفته ایشون وحی رو تولید کنه. ببینید، باز من تکرار میکنم، من به عنوان کسی که به هر حال سعی میکنی که متن رو بشناسه، من از متن مجبورم بگم. قرآن فکر میکنم اگه اشتباه نباشه 8 بار به از زبان پیامبر میگه که من از وحی تبعیت میکنم، یا به پیامبر میگه اتبع ما یوها الی، یه جا میگه که ما انا بدعا من الرسل، من که نوبرش رو نیاوردم، اولش که نیستم، من از اونچه به من وحی میشه تبعیت میکنم. قرآن راجع به داستان‌هایی که برای پیامبر میگه، مثلا داستان یوسف، همون آیه سوم. ببخشید، شما فکر نمی‌کنید خود پیغمبر به خودش داره میگه پیروی کن از این وحی؟ حتما باید ما فرض کنیم یکی دیگه بیرون از او داره میگه، مثلا حافظا، سعد، یا مثلا فرض کنید اونجایی که داستان یوسف میاد، هم آیه 3 سوره 12 میگه این داستانایی است که ما داریم به تو میگیم. ان کنت من قبل، کنت من قبله لمن الغافلین، تو قبلا غافل بودی یا نمیدونستی. یا داستان فرض کنید مریم و زکریا رو میگه ذالک من انباء الغیب، خبرهای غیبی، ما کنت تعلمها، تو نمیدونستی اینا رو، نه تو میدونستی و نه قومت، که حالا میفرمید مثلا خلیفه دوم دیگران چیزایی میدونستن. تعداد زیادی از آیات قرآن و خصوص مواردی که داستان انبیا و امتهای گذشته مرتب میگه که تو خبر نداشتی، تو اونجا نبودی موقعی که برای کفالت مریم مثلا قلم هاشون رو انداختن، تو نبودی، ما داریم به تو وحی میکنیم. نظرتون در مورد این جور قطعات اتفاقا سوال مهمیه، چی هست؟ والا به نظر من اینا تبیینش خیلی ساده است. ببینید، من نوشتم در این باره، در قرآن این بحث رو باید کرد که اصلا خطاب کننده کیه، مخاطب کیه. ببینید، ما عین این مسئله رو در دیوان شمس داریم. من مراجعه میکنم،
در دیوان شمس واقعا شما یه جاهایی نمیدونید که مولوی داره حرف میزنه، شمس داره حرف میزنه، یه موجود دیگری به نام عشق داره حرف میزنه. همه این تفسیرها هست. تا شما اون پیشفرضتون رو منقح نکنید از این آیات نمیتونید نتیجه گیری بکنید. من معتقدم در یه مواردی، ببینید یه چیزی هست در قرآن، اجازه بدید من از اینجا شروع کنم چون این نکته مهمی است شما مطرح کردید، اینه که ادبا هم به کار بردن دیگه، میگن گاهی یک متکلم از غیبت به حضور میره، از حضور به غیبت میره، یعنی داره سخن میگه گویی که خودش اول شخص یهو تبدیل به سوم شخص میشه. توجه میکنی این حضور و غیبتی که از فنون بلاغی است. سوره انا انزلنا رو در نظر بگیر، اولش چی میگه؟ میگه انا انزلناه فی لیلة القدر، این رو ما نازل کردیم در شب قدر. بیاید دو سه آیه پایین تر، میگه تنزل الملائکه و الروح فیها به اذن ربهم، خدا میره تو سوم شخص، ملائکه به اذن خدای خودشون نازل میشه، نمیگه به اذن ما. بله اینا وقتی است که متکلم عوض میشه. نه نه نه، اجازه بدید من میخوام بگم اینا بحث بلاغت نیست اتفاقا، من میخوام بگم خدا و پیامبر چنان در هم پیچیدن مثل شمس و مولانا که یه وقت این به جای او حرف میزنه، یه جا او به جای این حرف میزنه. اصلا اینجوریه، یعنی این سبک رو شما تو قرآن باید دنبال بکنید، درست شبیه خواب که یه وقت شما خودت با خودت حرف میزنی. خب اینجوری این ما رو به همون بحث نمیرسونه که بر اساس این تعابیر شما عملا راهی برای ابطال پذیری این نظریه نیست؟ چون اگر گفته بشه که متکلم عوض میشه، شما میگید این رو در صنایع ادبی هم داریم. بله. اگر گفته بشه که پیامبر خودش داره صریحا میگه این از من نیست، این از خداست، شما میگید که در متون این چنین خداوند و پیامبر در هم آمیختن و یعنی عملا راهی برای آخه ما راهی نداریم جز اینکه پیشفرض داشته باشیم برای تفسیر متون. در واقع شما سخنتون اینه، ما برای تفسیر متن باید پیشفرض داشته باشیم. شما پیشفرضتون در تفسیر متن قرآنی چیه؟ من پیشفرضم در تفسیر متن حافظی و مولانا اینه که یه نفر گاهی به خودش هم خطاب میکنه، فکر کنم شما هیچ اشکالی نمیگیرید. اینها ابطال ناپذیره به این معنا که مادامی که یک پیشفرض قوی تری نیامده این از بین نمیره. یعنی تو علم ما اینجوری داریم دیگه، توی پارادایم ها، توی چیز به اصطلاح چی بهش میگن، نظریه تاموس کوهن، نظریه ببخشید لاکاتوش و اینا، ما در اونجا ریسرچ پروگرام ها ما اونجا ابطال نمی کنیم، بلکه یک ریسرچ پروگرام یا ریسرچ پروگرام دیگه رو از دور خارج می کنیم به دلیل قوتی که داره، به دلیل نوول پردیکشن، به دلیل خیلی چیزا. ببینید به نظر من شما نمیتونید بدون پیشفرض تفسیر بکنید. من پیشفرضم این استش که این خدا و پیامبر چنان در هم تنیده اند که اینا به جای هم حرف میزنند و هیچ اشکالی هم نداره، کما اینکه در خواب آدمی شما مثلا مولانا اینه تو اما میگه پدرتون رو شما به خواب میبینید، این معنی چیست که پدر شما به خواب؟ بله مثلا اینه که گاه این خود شما اومدید به خواب خودتون. بله. خب. شما میگید وحی فضایی متفاوت با عالم بیداری دارد، تحت عالم خواب مطالعه میکنید وحی رو. بله. ولی سوال اینجا اون وقت هست که این فرض شما از کجا میاد که هر چه که جزء عالم بیداری نیست حتما جزء عالم خواب است؟ شاید برای یک معتقد به قرآن ما عالم بیداری داریم، عالم خواب داریم و عالم وحی هم داریم که با اینها متفاوته. یعنی شما فرضهایی رو میگیرید که به راحتی قابل چالشه. آیا اگر قرآن متعلق به عالم بیداری نیست حتما متعلق به عالم خواب است؟ هیچ عالم دیگه ای نداریم؟ چرا، عوالم دیگه داریم، منتها عوالم دیگه ورود به اون عوالم مدخلش همین رؤیاست، یعنی شما راه دیگه ای ندارید. ورود به اون عوالم مدخلش رؤیاست، عالم خواب. بله، رؤیا و عالم کشف و عالم مشاهده است. به این ترتیب اینجا باز میگردیم که یا عالم بیداری داریم یا عالم خواب و قرآن متعلق به عالم خواب. یعنی حالا این عالم خواب که ما میگیم اگر میخواد اصطلاحات دیگه بگیم، به قول مثلا سهروردی عالم خیال، عالم مثاله، ولی مدخلش همین رؤیاست. بله. من معتقدم که این قرآن احتیاجی به این طول و تفسیرها نداره. ما وقتی که 50 سال خدمت آقای دکتر آشنایی ها حداقل از اون موقع بود، یعنی بعد از 50 سال که طرف اینم در این مسائل به هر حال گام گذاشتیم، اگه قرار باشه که ما نتونیم در واقع به تفاهم برسیم، بنده اون چیزایی که میگم آیه اینو میگه، ایشون میفرمه از کجا اصلا خطاب این کسی که شخص میگه منظور خودشه یا دیگریه، شاید خدا میگه، یعنی در واقع میفتیم در یک دنیای
بی در و پیکری که برای خود ماها یک تفاهمی به وجود نمیاره بعد از 50 سال تحقیر. ولی در حالی که قرآن میگه خودن لناس، نظریه در و پیکری اتفاقا میده، برای اینکه درجه اول فراگیره، در درجه دوم توضیح نسبتا ساده است. خب فراگیرش اینه که در و پیکری پیدا میشه برای این همه مسائل حل نشده. خودتون اول جلسه گذشته فرمودین که باعث یه مقداری به هر حال حالت بلا تکلیفی در بسیاری به وجود آمده، از نزدیکان هم فکران کسانی که همه تو این عالم هستن. آیا این بلا تکلیفی بر اثر مقاومت در مقابل اندیشه های نو نیست؟ قطعا اندیشه های نو هم یک نوع مقاومت های میاره. عرض من اون نیستش، عرض من اینه که اگر همه قرآن رو تعویل به این که اینا در یه عالم رویایی اتفاق افتاده و خوابگزار میخواد، این تعارض پیدا میکنه با تجربه تاریخی میلیون ها مسلمون که مطلب براشون روشن بوده. عرض کردم که رفتن و جانشون هم دادن و این با تجربه تاریخی میلیون ها مسیحی تا قرون 15 و 16 میلادی به اونها میگفت که میتونن قطعی از بهش رو بخرن. این تجربه اونها بود. خب اون یک شناختی بوده که در تورات هم و در انجیل هم چنین چیزی نیست. یعنی استناد به تجربه تاریخی مؤمنان آیا کفایت؟ نه، میخوام بگم که اونها براشون روشن بوده چه کارهایی رو باید بکنن. یعنی قرآن که میگه بخشش محکماته، یعنی مسائلی است که احتیاجی به خوابگردان نداره. من عرض کردم برای من اشکالی نیستش که بعضی از اونچه که مربوط به عالم رستاخیزه به زبان تعبیلگونه، حالا خوابگردان هر چی میخوایم اسمشو بگذاریم، ولی آیاتی که درباره زندگی روزمره فرد یا جامعه ماست، قرآن به کرات میگه که چرا تدبر نمیکنید؟ ام علا قلوبن اقفالها، مگه دلاتون در قلافه یا قلف شده دلاتون؟ چرا تدبر نمی کنید؟ چرا اینکه آسونه؟ بارها میگه لقد یسرنا القرآن لذکر، خیلی آسونش کردیم. ولی اگه قرار باشه که ما بعد از 50 سال سابقه توی این زمینه ها هنوز ما نتونیم بفهمیم این چه آسونی، این که آسون نیستش، این مشکل میکنه قضیه. والا اتفاقا من معتقدم زبان قرآن آسونه، زبان عرفیه، نه زبان فلسفیه، نه زبان حقوقیه، نه زبان فنیه، هیچ کدوم اینا. برخلاف خیلی از گذشتگان، برخلاف خیلی از معاصران که به یه آیه قرآن میرسن چنون میخوان اینو تفسیر حقوقی بکنن گویی که تمام این قیودی که اونجا اومده رو یه حقوقدان نوشته. یا مثلا در پاره از مسائل، من اگه یادتون باشه یه جاهایی من خدمت شما هم این اشکال رو مطرح میکردم که مثلا تفسیر علمی پاره از آیات قرآن به نظر من اونم محل سخنه، محل اشکاله. یعنی اینکه ما بیایم به تعبیر شما از شمس و کورت رو بگیم که این منظور بوده که خورشید میگیره و در آخر الزمان میگیره و این کره خورشید به تدریج سیاه میشه و از این بحثایی که خب ستاره شناسان و فیزیکدان ها گفتن، خب اینو که گذشتگان در نمیافتن، چه اشکالی داره که بعدی ها به قول شما اینو دریابن؟ اما حرف من اینه که زبان قرآن اتفاقا زبان عرفیه، یعنی هیچ کدوم این کلمات در دیکشنری بر خلاف معناشون حمل نمیشون. اگه گفته خورشید یعنی خورشید، اگر گفته آب یعنی آب، و اگر هم هر چیزی دیگه گفته همون. نه زبان تخصصی است، نه فنی است، نه فیزیکی است. مقالتون هم گفتید نیازی به رمزگشایی نیست. و گفتید اون کاری که در مورد متون ادبی انجام میشه قرار نیست در مورد قرآن انجام بشه. بل. استفاده از استعاره و تلاش برای ولی خود همین لفظ رؤیا که شما به کار میبرید محل بحثه. شما گفتید میشه اون رو رؤیا نامید، میشه دریافت اشراقی پیامبر نامید، میشه اینجا گفتید دریافت فوق حسی یا مکاشفه. این یه مقدار کمتر از اون دقتی است که خواننده مطالب شما، بیننده این برنامه از شما انتظار داره. به عنوان فیلسوفی که یک نظریه مدون داره ارائه میده، عدم دقت در استفاده از عبارات و گفتن این که شما بگید رویا، شما بگید مکاشفه، شما بگید دریافت فوق حسی، شما بگید، این ما رو به جایی میرسونه که بالاخره نمیفهمیم منظور شما چیست. اگر رویا هر چیز دیگه ای که شبیه یا همجواره میتونه باشه، عملا پس خیلی شما فهم جدیدی ارائه ندادید.
حالا ببینید، من چون دیگران با اشراق و مکاشفه اینا آشنایی دارن، گفتم که حالا شما یه چیزی از اون قبیل فرض کنید، ولی خودم بی سبب نبوده که کلمه رؤیا رو اختیار کردم، گفتم این آشناترین چیزه. اما اون نکته ای که مهمه و دیگران برش تاکید نکردن زبانه. من اینجا رو زبان تاکید دارم، میگم حالا میخواد اشراق بگید، میخواد رؤیا بگید، مهم اینه که زبان اشراقی و رؤیایی خوابگزار احتیاج داره و این غیر از زبان بیداری است. این جهتشه که برای من اهمیت داره. همین الان دارید میگید زبان اشراقی و رؤیایی، یعنی اگر کسانی میخوان اشراقی بخوانندش، چون من سر اصطلاحات گفتم نزاعی ندارم، ولی اصطلاح رو خودم به کار میبرم. اصطلاح کلید نظریه شما. نه، من اصطلاح من رؤیاست. اصطلاح من رؤیاست. ترجیح میدید کسی چیز دیگه استفاده کنه؟ بله بله. خب در مقالات شما رویاست. هم میشه گفت جایگزین یا همزمان با این از دریافت اشراقی، مکاشفه و این چیزها استفاده شده. نه من ببینید، یا رؤیا گفتم یا رؤیای قدسی، برای اینکه خب بگم این رؤیا پیامبرانه است. من اصطلاح اصلیم همینه. آیه ایست میگه که از جانب خدا به واسطه، حالا جبرئیل عناوینی که هست، و از اون به پیامبر، پیامبر به مردم، میگه خداوند نیروی رصدی قرار داده، اونچه که از جانب خدا به واسطه رسیده، اون واسطه این رو عیناً در واقع دریافت کرده به پیامبر، پیامبرم این رو در خودش حلاجی نکرده که محصول فعل و انفعالات درون خودش باشه، اون رو عیناً به مردم منتقل کرده. یعنی در واقع این آب سرچشمه نیست که در طول مسیر رنگ و رسوب مسیر رو گرفته باشه، این عیناً همون آبی است که از سرچشمه اومده. برنامه این هفته همینجا تموم میشه. تشکر از اینکه پایین بس نشستید و همینطور از مهمان‌های برنامه، عبدالکریم سروش و عبدالعلی بازرگان. از شما هم ممنون.